کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. این کتاب جزئیات دقیقی از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوره پهلوی را ارائه می دهد. اطلاعات این کتاب به درک بهتری از چرایی و چگونگی رخدادهای مقارن با روی کار اومدن سلطنت پهلوی کمک میکنه. به نظرم تاریخ 20 ساله ایران به خوبی تنش‌های سیاسی و اجتماعی رو در دوره پهلوی ترسیم میکنه. روی کرده نویسنده در ارائه تاریخ بی‌طرفانه و مبتنی بر شواهد هست. نثر روان مستندات معتبر خواننده رو به عمق اتفاقات تاریخی اوایل دوران پهلوی میبره. تاریخ 20 ساله ایران، نوشته حسین مکی. صفحه 346، 31، قتل خلیل تورزنی. نیز در خراسان بر اثر اقدامات رئیس ژاندارمری کلونل محمد تقی‌خان که پس از دستگیری قوام السلطنه سمت حکومت نظامی آنجا را هم عهده‌دار بود، اقدامات مؤثری برای حفظ انتظام و رفع اختلال یاغیان آن ایالت به عمل آمد و رفته رفته در منطقه خراسان که یکی از قسمت‌های پرآشوب ایران محسوب می‌شد آرامش پیدا شد و یکی از یاغیان آنجا که موسوم به خلیل تورزنی بوده در اثر جنگی که در نزدیکی طبس بین قوای ژاندارمری و اتباع وی به وقوع می‌پیوندد، خلیل تورزنی مقتول و اتباعش متواری می‌گردند. 23 حمل فروردین ماه 1300 خورشیدی. ورود به خدمت افسرانی که از خدمت خارج شده بودند. در دوره ریاست افسران قزاق روسی که در استخدام دولت ایران بودند، عده‌ای از افسران ایرانی که از وضع آن روز ناراضی بوده از خدمت قشون خارج شده بودند، ولی سردار سپه روی کار آمد و همواره خیال مبارزه با سید ضیاءالدین را در مغز خود می‌پخت. به فکر افتاد که توجه عده‌ای از این افسران ایرانی را که از خدمت قشون خارج شده بودند به سوی خود معطوف و جلب نظر آنان را بنماید، تا بدین وسیله در مقابل نفوذ و اقتدار سید ضیاءالدین بتواند پایگاه خود را کاملا مستحکم و محفوظ بدارد. به علاوه متحدینی را ایجاد کرده در اثر آن تحصیل قدرتی نموده باشد. لذا در صدد برآمد که دوباره این عده افسران را در خدمت قشون وارد نماید و اولین مرتبه با سرتیب خدایار خان وارد مذاکره شد و او را داخل در قزاقخانه نموده به سمت ریاست کل تفتیش دیویزیون قزاقخانه برقرار کرد و در ضمن طبق اسنادی که نگارنده دیده است ورقه اتحادنامه‌ای که سوگند هم در آن یاد شده بود بین سردار سپه و سرتیب خدایار خان و یک نفر دیگر به امضا رسید که بر طبق آن کاملا با یکدیگر متحد و حقوق خود را حفظ نموده در راه ترقی وطن خیش بکوشند. صفحه 347، توقیف مدیر روزنامه نوروز. روز 23 حمل فروردین ماه روزنامه نوروز که گویا بر علیه اقدامات کابینه مقاله‌ای درج کرده بود، از طرف حکومت نظامی مدیر روزنامه توقیف و پس از چند روز که وی در زندان شهبانی به سر برد، به نام مرض جنون او را به دارالمجانین فرستادند. 32 تلگراف وزیر مختار شوروی. روز 4 رجب 1339 قمری برابر 26 حوت اسفند ماه 1299 شمسی، وزیر مختار دولت شوروی موسیو روتشتین مأمور دربار ایران وارد اشقاباد گردید و از آنجا تلگرافی به مضمون ذیل به وزارت امور خارجه ایران مخابره کرد. با اینکه قشون روسیه رشت را تخلیه کرده و رفته اند، هنوز قشون انگلیس از خاک ایران مراجعت نکرده و معلوم هم نیست که کی بازگشت خواهد کرد. با این ترتیب چگونه میتوان به خاک ایران قدم گذارد؟ کابینه در صدد برآمده بود که به عناوین مختلف پذیرفتن وزیر مختار نامبرده هر اندازه ممکن است تعویق بیفتد، ولی چون فشار روس‌ها در شمال زیاد شد و دوباره قوای روسیه به رشت آمده و پاره‌ای از نواحی شمالی را اشغال کردند، دولت مجبور شد که وزیر مختار دولت شوروی را هر چه زودتر بپذیرد. بر اثر این اقدامات بود که در تاریخ 20 حمل 1300 خورشیدی تلگرافی از زنجان و قزوین واصل گردید
که قوای انگلیس نواحی فوق را تخلیه و عقب نشینی کردند. و نیز در تاریخ اول سور تلگرافی به مضمون زیل از طرف کارگزاری اردبیل به تبریز و از آنجا به وزارت امور خارجه مخابره شد که بر حسب دستوری که قبلا از طرف روسیه داده شده، کلیه قوای روسیه اراضی ایران و سرحدات مقام را در این چند روزه تخلیه نموده از خاک ایران خارج شدند. به علاوه زد و خورد با دستجات نیز متارکه شده است. صفحه 348، تخلیه نواحی شمالی ایران از قشون انگلیس. گفته شد که در کابینه مشیر الدوله و سپهدار اعظم در مجلس مبعوثان انگلیس راجع به مخارج قشون انگلیس در ایران اظهارات و اعتراضاتی می شد که یا باید مخارج قشون نامبرده را دولت ایران بپردازد یا آنکه از ایران خارج خواهند شد. روی این موضوع مذاکراتی هم با دولت ایران شد، ولی کابینه های وقت هیچ گونه پاسخ مثبتی نمی دادند و از طرفی دولت انگلستان میان دو مشکل گیر کرده بود. زیرا از طرفی دولت انگلستان برای حفظ هندوستان و پیشبینی از جلوگیری نفوذ دولت شوروی مجبور بود قوایی در سرحدات شمالی ایران داشته باشد و از طرف دیگر برای آنکه بهانه‌ای به دست دولت شوروی نداده باشد مجبور بود قوای خود را از ایران خارج نماید. چه در یکی از مواد عهدنامه ایران و شوروی تصریح داشت که اگر قوای دشمن شوروی در ایران باشد دولت شوروی برای خارج کردن آنها اقدام خواهد نمود. لذا همین که دولت نسبتاً مقتدری در ایران به وجود آوردند و کابینه حاضر شد که این منظور را به عهده گیرد و برای اجرای چنین منظوری قزاقخانه نفرات جدیدی استخدام کرد و از وضع نظامی ایران تا اندازه ای اطمینان حاصل شد، دولت انگلستان تصمیم گرفت قوای خود را از نواحی شمالی ایران خارج نماید. بنابراین سید ضیاءالدین این خروج اجباری قشون انگلیس را به نفع خود تمام کرده و اعلامیه‌ای در روز 27 حمل 1300 خورشیدی به شرح زیر منتشر کرد تا مردم تصور کنند در اثر مساعی و اقدامات کابینه مشاران الیه قشون انگلیس ایران را ترک خواهند گفت. صفحه 349، ابلاغیه ریاست وزرا. هموطنان، قشون انگلیس که وضعیت جنگ بین‌المللی آنها را به ایالات شمال مملکت ما آورده بود، اینک ایران را تخلیه و ترک کرده، به مملکت خیش راه سپار می‌گردند. در خدمات این قشون مجال انکار نیست، اما بزرگتر از تمام خدمات درس عبرتی است که ورود قشون مزبور به ما داد و آن درس عبارت از این است که ما باید از جوانان خیش برای حفظ وطن سربازانی داشته باشیم تا دیگر از ضعف ما استفاده نکرده خاک مقدس ایران را معرض تجاوز خود قرار ندهند. حرکت قشون دولت عظیم الشأن انگلستان بار دیگر ثابت می نماید که همسایه بزرگ ما قصد ندارد به حقوق ایران تخطی نماید و بایستی همگی به استقلال وطن و به محترم شمرده شدن حقوق ملی خود اطمینان حاصل نماییم. من سرفراز و مسرورم که این واقعه در دوره زمامداری من رخ می دهد، لیکن سرفرازی و افتخار من بیشتر از این است که دلاوران ملی خونگرم ما ندای وطن را اجابت کرده، خندقها و خطوطی را که سپاهیان انگلیس تخلیه نموده اند اشغال کردند. از دو هفته قبل قشون دلیر ایران با نغمه انبساط متدرجان از قزوین حرکت کرده و اکنون چند روز است که خطوط مقدم و مواقع دفاعی را از منجیل تا رشت اشغال وظایف پاسبانی و حراست مملکت را ایفا می کنند. این مسئله ثابت می نماید که روح وطن پرستی و سلحشوری هنوز در خاطر جوانان ایران مشتعل و فروزان، خونهای ما گرم و سوزان و حاضر است که خاک وطن را برای سعادت و آزادی وی لعل گون کند. گرچه مرا اطمینان حاصل است که از جانب همسایه شمال، همسایه‌ای که در جرگه دوستان ما داخل شده و نماینده محترم وی تا چند روز دیگر به پایتخت وارد خواهد شد، برای ایران خطری متصور نیست. نمایندگان ما هم برای تصفیه مناقشات گذشته به طرف گیلان عازم شده بودند. به حدود رشت رسیده و مذاکراتشان با رؤسای قوای محلی شروع شده است. انتظار دارم که وضعیت غم‌انگیز آنجا را اصلاح و جراحات وارده را التیام بخشند. مرا عقیده این است که تقریبا اندیشه و دغدغه ما از آن سوی برطرف شده، سپاهیان دلاور ما مجال خواهند داشت که آسایش و راحت اختیار نمایند، آسایشی که به واسطه مهیا بودن در ایفای وظیفه آن را حاصل خواهند کرد. هموطنان، اکنون آن موقع بزرگ و مهمی است که همگی باید وظیفه خود را که عبارت از قربانی نمودن موجودیت خیش است تشخیص دهیم. به نیروی اراده و قوت عزم خیش باید تکیه کنیم. اکنون لازم است عملیات درخشنده سپاهیان ایران چشمان مرا باز و قلوب من را مسرور و شادمان سازد. اکنون موقع آن است که اعتماد به نفس و شجاعت در حراست مملکت حق زندگانی فرزندان ایران را تثبیت کند. اما شما اهالی تهران،
می توانید مطمئن و راحت باشید که در پرتو فداکاری دولت و قشون پایتخت ایران محفوظ خواهید بود. 27 حمله 1300 شمسی، سید ضیاءالدین طباطبایی رئیس الوزراء و وزیر داخله. صفحه 350، 33، منع استعمال تریاک. روز 29 حمله 1300 خورشیدی تصویب نامه زیر از طرف هیئت وزراء صادر و دستور داده شد که فوراً مفاد آن به موقع اجرا گذارده شود. نظر به این که از قرار معلوم در طبقات مستخدمین کشوری و لشکری عده زیادی معتادین به استعمال تریاک می باشند که وجود آنها علاوه بر این که به درد خدمت دولت نمی خورد، تأثیرات سوء و تصرفات مضری در احوال و اخلاق روحی سایرین خواهد کرد. نظر به این که استعمال تریاک به خصوص در طبقات نظامی روح شهامت و عرق حمیت را زبون و فانی و دوام این عادت پلید آتی مملکت را تهدید می کند، به ضروره مقرر می دارد که از این تاریخ استعمال تریاک برای مستخدمین لشکری و کشوری از هر درجه‌ای که هستند قویاً و اکیداً ممنوع و هر کس از این به بعد در سلک نظام و یا در ادارات دولتی مرتکب گردد به موجب این حکم از خدمت منفصل خواهد بود. اجرای این حکم علل فور در تمام تشکیلات نظامی مرکز و ولایات و همچنین در کلیه ادارات و دوایر آن وزارتخانه خواسته. که 351، 34، اولین بحران کابینه سیاه. در بدایت امر سردار سپه رئیس دیویزیون قزاق کاملا از سید ضیاءالدین متابعت می کرد. ولی همین که کم کم به اوضاع آشنا شد و قدری پایگاه خود را مستحکم کرد و رفته رفته با درباریان و کسان محبوسین و سلطان احمدشاه ارتباط پیدا کرد و بازار ایران را از هر طرف آشفته یافت، اندکی سطح فکرش بالا گرفت و به خیال ارتقاء مقام خویش افتاد. لذا بنای مخالفت با رئیس الوزراء و مخصوصاً با ماژور مسعود خان وزیر جنگ را گذاشت و عملیات و اقدامات خصمانه خود را بدین طریق آغاز نمود. روز 12 حمل از طرف دولت به حسین قلی خان امیر تومان مأموریت داده می شود که برای سربازگیری سمنان و دامغان برود. از طرف وزیر جنگ نامه‌ای به سردار سپه نوشته می شود که حسب الامر رئیس الوزراء 100 نفر سرباز به وی داده شود. حکم نامبرده را به قضاخانه می برند که سردار سپه اجرا نماید. سردار سپه اطاعت نمی کند و می گوید من نمی توانم بیش از 30 نفر قضاخ بدهم. بالاخره پس از مذاکرات زیاد قرار شد 50 نفر پیاده نظام بدهد. همچنین در روز 26 حمل دستور دیگری از وزارت جنگ به سردار سپه داده می شود که فوراً آن را اجرا نماید. سردار سپه حکم را پاره می کند و محمد حسین میرزا را با 40 نفر قزاق مأمور می کند که بروند وزیر جنگ را دست بسته به قزاقخانه بیاورند. ولی بر اثر اینکه جمعی از افسران واسطه می شوند نمی گذارند امر صورت اجرا به خود گیرد. و پس از یکی دو روز که از این مقدمه می گذرد سردار سپه در حضور رئیس الوزراء با وزیر جنگ نزاع می کند و به وی حرف های درشت و اهانت آمیز می زند. سید ضیاءالدین نیز برای جلوگیری از این اوضاع در صدد جلوگیری و چاره‌جویی برمی آید و برای کاستن قدرت وی ابتدا با کلونل کاظم خان و ماژور مسعود خان مشورت می نماید که به هر طریق ممکن است این شخص را کنار بگذارند. پس از مذاکرات زیاد برای اجرای این عمل متفقاً صلاح در این می دانند که بعدوان سردار سپه وزیر جنگ بشود تا بتوان بدین وسیله ریاست دیویزیون را به عهده دیگری واگذار کرد و پس از آن که رئیس دیویزیون به کار مسلط گردید و قدرت را در دست گرفت سردار سپه را کنار بگذارند. روز بعد از این مذاکرات مسعود خان از پست وزارت جنگ استعفا کرد و روز بعد پس از برگزاری مراسم سلام عید حضرت حجت 15 شعبان 1339 برابر 4 سوره 1300 خورشیدی، رضاخان سردار سپه به سمت وزیر جنگ به پیشگاه همایونی معرفی شد. بیش از یکی دو روز از این جریان نگذشته بود که حضرات به اشتباه خود واقف شدند، زیرا سردار سپه علاوه از شغل وزیر جنگی ریاست دیویزیون قزاق را نیز کماکان عهده‌دار شد و از این تاریخ به بعد نفوذ سردار سپه روز به روز زیاد شد و این در حقیقت اولین شکستی بود که به کابینه سید ضیاءالدین وارد آمد. عباس میرزا اسکندری در کتاب آرزو راجع به این موضوع چنین می‌نویسد: مذاکراتی بین دو آجودان اسماعیل با سید ضیاءالدین به عمل آمد و مصمم شدند این شخص را کنار بگذارند و برای این امر صلاح دیدند وزیر جنگ بشود. مخصوصاً وقتی از هم جدا می‌شدند نتیجه مذاکرات را با خنده به یکدیگر می‌گفتند و آن جمله ذیل بود:
باید جبه را به دوشش انداخت. فردای آن روز مسعود خان از کابینه خارج شد، ولی چند ساعتی نگذشت که بر اشتباه خود واقف شدند. ارباب آینده وزیر جنگ و رئیس دیویزیون گردید و جبه را زیر لباس نظامی به تن کشید. مسعود کیهان وزیر جنگ کابینه سیاه و استاد دانشگاه امروز مطالب فوق را به وسیله نامه ای تکذیب نموده و اینک عین آن نامه را با جوابی که از طرف نگارنده داده شده به نظر خوانندگان گرامی می رساند. توضیح حاشیه. آقای مدیر محترم روزنامه مهر ایران، چون در ضمن تاریخی که راجع به کودتای 1299 به قلم آقای مکی در روزنامه مهر ایران نشر می شود، مطالبی در شماره 255 درج شده بود که با حقیقت وفق نمی دهد، اینک بدون اینکه خواسته باشد وارد بحث در جزئیات و تمام مسائل بشود، زیلن توضیحاتی می نگارد که خواهشمند است برای رفع شبهه خوانندگان محترم آن جریده امر به درج آن فرمایید. اولا علت استعفای این جانب از مقام وزارت جنگ به قراری است که اینن از استعفانامه خود به تاریخ 7 حمل 1300 در زیر نقل می نمایم. اینک واضح شده است که تغییر وزارت جنگ سابق به یک اداره‌ای که مفهوم حقیقی و واقعی وزارت جنگ را دارا باشد، به ملاحظات بعضی مسائل سیاسی برای هیئت محترم دولت میسر نیست. چون با ادامه وضعیت سابقه وزارت جنگ بقای خود را در پست مزبور بی مورد می دانم، لذا استعفای خود را تقدیم حضور حضرت اشرف نموده و استعدای قبول آن را می نمایم. بدین وجه استعفای این جانب نه تنها معلول اتفاقاتی که نویسنده محترم مقالات راجع به کودتا ذکر کرده اند و مسبوق به قرار قبلی نبوده، بلکه بر حسب مراسله‌ای که آقای سید ضیاءالدین به این جانب نوشته اند و عین آن حاضر است، این کنارگیری موجب گله‌مندی معظم الله از این جانب نیز گردید. ثانیاً تاریخ استعفای این جانب بر طبق رونوشتی که از استعفانامه خود به مقام ریاست وزرا در دست دارد، 7 برج حمل 1300 بوده است و در این صورت حکایتی را که تاریخ گذار کودتا نقل فرموده اند، از 12 حمل تا اوایل ثور اتفاق افتاده دیگر مورد نداشته است. گذشته از این که رفتار آقای سردار سپه نسبت به این جانب طبق مقررات و انضباط نظامی در کمال احترام و ادب بود و نسبت خلافی که در این باب به ایشان داده شده مقرون به حقیقت نیست. اینک جواب به آقای مسعود کیهان که در شماره 258 همان روزنامه داده شده است. برای آنکه سوء تفاهم ایجاد نشود ناگزیر شدیم مختصر توضیحی داده شود تا حقیقت مطلب به خوبی روشن گردد. آقای کیهان در نامه خودشان مرقوم فرموده بودند. ثانیاً تاریخ استعفای این جانب بر طبق رونوشتی که از استعفانامه خود به مقام ریاست وزرا در دست دارد، 7 برج حمل 1300 بوده است و در این صورت حکایتی را که تاریخ گذار کودتا نقل فرموده اند، از 12 حمل تا اوایل ثور اتفاق افتاده دیگر مورد نداشته است. تصور می رود آنچه را که نگارنده نوشته است بدون اعمال نظر بوده و مدارکی که در دست داشته اینطور حکایت کرده و حال برای مزید اطلاع ایشان و سایر خوانندگان گرامی مأخذ آن را زیلن ذکر می‌کند. نقل از سال 5 روزنامه ایران شماره 880 چهارشنبه 18 شعبان 1339 برابر 7 ثور 1300 خورشیدی برابر 27 آوریل 1921. معرفی. آقای سردار سپه رئیس کل دیویزیون قزاق قبل از ظهر دوشنبه 15 شهری جاری 15 شعبان پس از ختم مراسم سلام به سمت وزارت جنگ حضور مبارک اعلی حضرت همایونی معرفی شدند. نیز در همان شماره جزء اخبار داخلی چنین درج شده است. تبدیل سمت. آقای مسعود خان وزیر جنگ سابق به سمت وزیر مشاور در هیئت وزرا عضویت خواهند داشت. بنابراین ممکن است آقای مسعود خان دو مرتبه استفاده دادند که اول تاریخان 12 حمل بوده که مورد قبول واقع نشد و معظم الله همچنان وزیر جنگ بوده اند و دیگر در تاریخ بوده که نگارنده در شماره قبل ذکر کرده است. اعتراض دیگر ایشان راجع به مناسبات ایشان با سردار سپه بوده که این جانب اصراری ندارم حسن مناسبات یا تیرگی روابط ایشان را با خلاف خودشان اثبات نمایم. و اگر این مناسبات خوب بوده یا تیره بوده، قضاوت آن با مورخین محققی است که بعدها یادداشت‌های مربوط به این قضایا و سایر مدارک دیگر را بررسی می نمایند. نگارنده می گوید انشاءالله این روابط حسنه بوده است. حسین مکی. ادامه متن. صفحه 354-35 ورود وزیر مختار دولت شوروی به تهران.
روز 6 سور 1300 خورشیدی وزیر مختار دولت شوروی موسیو روتشتین وارد تهران شد و از طرف دولت دستور داده شد که مراسم استقبال رسمی به عمل آید و یک عده ژاندارم تا خارج شهر به استقبال فرستاده تا مراسم احترامات نظامی را به عمل آورند. صفحه 355 معرفی وزیر مختار شوروی. روز 8 سور 3 ساعت بعد از ظهر نماینده سیاسی دولت شوروی با کالسکه سلطنتی و عده قزاق به اتفاق معاون اداری تشریفات سلطنتی به قصر فرح‌آباد رفته، در آنجا قبلا در چادر مخصوصی که شاهزاده شهاب‌الدوله رئیس تشریفات دربار سلطنتی و ساعدالملک رئیس تشریفات وزارت امور خارجه حضور داشتند پذیرایی شده. پس از رفع خستگی و صرف چای به حضور احمدشاه تشرف حاصل نمود. در این معرفی وزیر خارجه نیز حضور داشت. بعدوان وزیر مختار نامبرده اعتبارنامه خود را با آلبومی که حاوی عکس‌های برخی از کارمندان و رؤسای دولت شوروی بود در سینی طلا گذارده تقدیم حضور ملوکانی نمود. سپس نطقی که قبلا تهیه کرده بود به زبان روسی قرائت کرده و ساعدالملک ترجمه آن را که زیلن ذکر می‌شود به فارسی به عرض رسانید. ترجمه نطق وزیر مختار: اعلیحضرت، پس از تقدیم نامه‌ای که دولت خواه را در دربار آن اعلیحضرت به سمت نمایندگی مختار معرفی می‌کند، اجازه فرمایید که چند کلمه‌ای هم از طرف خود به عرض برسانم. این جانب از دیپلمات‌های متخصص نیستم، یعنی روسیه، کارگران و دهاقین به طور کلی هنوز دیپلمات‌های متخصص تربیت ننموده. شاید هم هیچ وقت مهیا نکند. بدین جهت با یک میل مفرطی سمت نمایندگی مختار دولت جمهوری روسیه را در دربار ایران پذیرفت. زیرا سالهای سال دولت خواه به سمت نویسندگی اقدامات جدی بر علیه تجاوزات و مظالم امپریالیستی دول عظیمی نمود. مخصوصا نسبت به تجاوزاتی که به موجب توطئه عظیمی 1907 کارگران غارتگر تزاری بر علیه ایران بی حامی طرح کرده بودند، با قلم خود جدا از استقلال و آزادی ایران دفاع می‌نمود. خصوصاً به این سبب دولت جمهوری روسیه برای اجرای سیاست خود نسبت به ایران این افتخار عالی را به این جانب محول نمود. برای اطمینان اعلیحضرت عرض می‌کند که این دولت خواه سعی خواهد کرد که وظایف خود را نه فقط با نهایت صمیمیت بلکه با یک دنیا عشق فوق‌العاده انجام دهد. روسیه کبیر کارگران و دهاقین طوق عبودیت تزاریسم را از گردن خود خارج نموده و به همین واسطه ایران را هم از مخاطراتی که استقلال آن را تهدید می‌نمود مستخلص و آزاد کرد. این بود که دولت جمهوری روسیه در بعد از تشکیل تاریخ خود زبان رفیق تروتسکی کمیسر خارجه وقت راجع به مظالم و عملیات شرم‌آور دولت تزاری روس در ایران انزجار و تنفر خود را اظهار و صداقت گفتار و وعده‌های خود را در این قرارداد منعقده با دولت اعلیحضرت همایونی ثابت کرد. مؤسسات قرارداد مزبور لازم به شرح نیست و دولت خواه حاضر است جدن به موجب مفهوم همین قرارداد با دولت علیه ایران رفتار نماید. امیدوار است اعلیحضرت همایونی هم نسبت به مقاصد حسنی این دولت خواه بذل مساعدت و مکرمت فرماید. مستدعی است این دولت خواه را نه فقط مثل یک نماینده دوست صمیمی تلقی فرموده، بلکه مانند یک نفر طرفدار صمیمی منافع ملل مهنت دیده مشرق منظور نظر اعتماد خسروانی خود قرار دهند. سلطان احمدشاه نیز در پاسخ نطق وزیر مختار نامبرده بیانات زیرا که شاهزاده شهاب‌الدوله آن را به فرانسه ترجمه کرد ایراد نمود. صفحه 356 نطق سلطان احمدشاه: آقای نماینده مختار، با نهایت خرسندی و مسرت اعتبارنامه‌ای را که موسیو لنین رئیس کمیسرها برای معرفی شما به سمت نماینده مختار جمهوری اجتماعی شوروی متحده کل ممالک محروسه روسیه در دربار ما داده اند دریافت می نماییم. احساساتی که در دوره زندگانی ادبی خود نسبت به مملکت ما ابراز داشته و علاقمندی صادقانه‌ای که همواره در مدافعه مصالح و منافع ایران نشان داده اید اسباب امتنان خاطر ما را فراهم ساخته و ما را مطمئن می‌سازد که همان توجه و دقت نظر را در انجام وظیفه بزرگی که به عهده شما محول است منظور خواهید داشت.
از استقرار رژیم آزادی در روسیه فوق‌العاده مسرور و امیدواریم در آتی روابط حسنه بین دولتین بر مبانی مستحکمی استوار گردد و یقین داریم که قضیه تأسف آور گیلان در نتیجه مساعی و اهتمامات شما هرچه زودتر خاتمه یافته و طوری نخواهد شد که سکته‌ای به روابط ودادیه بین دو ملت وارد آورد. آرزومندم که معاهده جدید منعقده بین ایران و دولت شوروی روسیه موجب افتتاح عصر جدیدی در روابط دولتین گردیده و نظر به همین اطمینان خاطر به هیئت دولت خود دستور داده اینکه نهایت مساعدت و همراهی را در انجام مأموریت عالیه شما به عمل آورند. پس از پایان نطقه سلطان احمد شاه در ضمن احوال پرسی و مراسم معمولی از وزیر مختار نامبرده پاری سوالات را به اوضاع کرد و وزیر مختار نیز جواب هر یک از سوالات ملوکانه را مشروحاً به عرض رسانید. سپس وزیر مختار اجازه مرخصی گرفته با کالسکه سلطنتی و همان تشریفات به قصر گلستان به ملاقات ولیعهد محمد حسن میرزا رفته و در قصر ابیض شرفیابی حاصل نمود و پس از چند دقیقه توقف در آنجا مراجعت و به امارت بادگیر با رئیس الوزرا ملاقات کرد. در این ملاقات به استثنای وزیر خارجه کلیه وزرا حضور داشتند. پس از صرف چای از آنجا مراجعت و به امارت وزارت خارجه آمدی با وزیر خارجه ملاقات و از آنجا ساعت 6 بعد از ظهر به سفارتخانه مراجعت کرد. صفحه 358، 36 مردم و دولت. پس از آنکه به روزنامه ایران اجازه انتشار داده شد، دولت رفته رفته و به مرور ایام به بعضی جراید دیگر هم مانند نوروز، ناهید، گل زرد، قرن بیستم و غیره اجازه انتشار داد. منتها برخی از این جراید مجدداً توقیف شدند. روی هم رفته جرایدی که در مرکز منتشر می شدند مجبور بودند خواهی نخواهی اعمال دولت ام از خوب و بد را تمجید و تحسین نمایند، ولی برخی از جراید ایالات و ولایات که از مرکز قدرت دور بودند جسته جسته نسبت به وضع کابینه اعتراض کرده عملیات دولت را مورد انتقاد قرار می دادند. حتی بعضی از جراید صریحاً و شدیداً حمله می کردند. به همین لحاظ دولت دستور داد که روزنامه استخر فارس مورخه 22 رجب را توقیف و شماره هایی که به وسیله پستخانه فرستاده شده بود در پستخانه تهران توقیف نمایند. فقط نسخه هایی که جوف پاکت ها فرستاده شده بود از دست سانسور جان به سلامت برده به دست مردم افتاده بود. علت توقیف این روزنامه آن بود که مردم ایران را برای برهم زدن اساس کابینه دعوت و نسبت به کابینه سخت حمله کرده پیش بینی می نمود که اگر این وضع طاقت فرسا ادامه یابد استقلال کشور در مخاطره خواهد افتاد. در مرکز نیز شبنامه هایی منتشر می شد که برخی از آنها کاریکاتور هم داشت. این احساسات برخی از مردم به خوبی حاکی بود که دائما بر تعداد ناراضیان افزوده می شود. همچنین شب در بیرون دروازه دولت ناگهان بمبی منفجر گردید که هرچه دولت و شهربانی بازرسی و تفحص کردن نتوانستند به هویت استعمال کنندگان آن واقف گردند. علاوه برخی علما و عده دیگر از مردم محرمانه اجتماعاتی تشکیل داده بین آنها مذاکره از رفتن به حضرت عبدالعظیم یا قم و یا یک سفارتخانه می شد. منتها از قدرت کابینه و اقداماتی که ممکن است دولت بر علیه آنها بنماید اندیشناک بوده، می ترسیدند از اینکه عملیاتی بنمایند که به نتیجه مثبت نرسد و آنها در حین عمل گرفتار شوند. لذا اقدامات آنها کاملا در پرده اختفا صورت می گرفت. این اوضاع در مردم شهرستان‌ها نیز تأثیر کرده و در بعضی نقاط تظاهراتی بر علیه کابینه صورت می‌گرفت. من جمله در قم مردم بر علیه اقدامات شهرداری دکان‌های خود را تعطیل کرده در صحن حضرت معصوم اجتماع کردند. نیز در مازندران انقلاباتی به وقوع پیوست که دولت برای رفع آن اقدامات مجدانه به عمل آورد. رفته رفته وضع سیاسی کشور برای یک عده مخصوص تحمل ناپذیر گردید و برخی از سفرا گزارش‌هایی به دربارهای خودشان داده مداخلاتی در امور کشور می‌کردند. چنانکه وزیر مختار دولت شوروی به طور غیر رسمی به دولت ایران اعتراض و در ضمن سوال کرد که آیا طرز اداری حکومت ایران چیست؟ اگر رژیم مستبد است پس من بایستی مستقیماً با شخص شاه طرف مذاکره باشم و اگر حکومت مشروطه است بایستی کلیه کارهای کشور و عملیات دولت با تصویب مجلس شورای ملی باشد، نه آنکه دولت خودسرانه کارها را انجام دهد. همچنین احمد شاه از عواقب وخیم کارهای کابینه اندیشناک گردید و رئیس الوزرا را احضار و در این موضوع مدتی با مشاوران الیه مذاکره کرد.
ولی سید ضیاءالدین در پاسخ سلطان احمد شاه گفته بود همین مداخلات اعلی حضرت همایونی است که مانع پیشرفت کارها می شده است. به موجب قوانین مملکتی شاه حق مداخله در امور کشور را ندارد و بایستی رئیس الوزرا را آزاد گذارد تا بتواند مرکزیت قوی ایجاد کند و دست گردنکشان را کوتاه نماید. صفحه 359 رفتار حکام با مردم شهرستانی ها. برخی از حکام که در کابینه سید ضیاءالدین انتخاب شده بودند، مانند کلونل محمد تقی‌خان و غیره، نسبت به مردم کاملا با حسن سلوک رفتار کرده، از اختیاراتی که به آنها داده شده بود حسن استفاده کرده، با یک علاقه مخصوصی به انتظام و بست عدل و داد حوزه‌های حکومتی خیش می‌کوشیدند. ولی به عکس، برخی از حکام از اقتدار کابینه و اوضاع آشفته سوء استفاده کرده، به فکر پر کردن جیب خود افتاده، از هر گونه ظلم و تعدی خودداری نمی‌کردند. چنان که حاکم قزوین نسبت به مردم آنجا خیلی تعدی می کرد و کاملا مردم را در فشار گذاشته بود. همچنین حکومت زنجان، میرزا غفارخان سالار منصور که سابقا هم نامی از وی برده شد، موقعی که به حوزه حکومتی خود برای دستگیری امیر افشار ورود می کند، پس از دستگیری کسان وی دستور می دهد کلیه اساسی و اموال او را تاراج نمایند و مأمورین هم برای پسند خاطر فرماندار، زیرا سوابق آنها با یکدیگر خوب نبوده، با شدیدترین وضع مأموریت خیش را انجام می دهند. می گویند به طوری در موقع غارت عجله به خرج داده بودند که هنگام جمع‌آوری فرش اتاقها طفل شیرخواره‌ای که در وسط اتاق خوابیده بود بدون آنکه طفل را به مادرش بسپارند فرش را جمع کرده بودند. وقتی که فرش را در قزوین باز می کنند، طفل مرده را از وسط فرش بیرون آوردند. روی هم رفته وضع اداری حکام و مأمورین خارج از مرکز آن روز نسبت به این چند ساله اخیر دوره دیکتاتوری خیلی بهتر بود. زیرا اگر احیاناً به کسی بی جهت ظلمی وارد می شد و به رئیس الوزرا شکایت می کرد، فوراً دستور رسیدگی می داد. صفحه 360، 37 اقدامات کابینه سید ضیاءالدین. جلوگیری از بیماری مصری. گزارشاتی به دولت داده شد که بیماری تیفوس در قسمتی از نواحی خراسان من جمله سرخس بروز نموده و عده زیادی از مردم را مبتلا کرده است. دولت نیز برای رفع و دفع این بیماری خانمانسوز فوراً شروع به اقدامات مؤثر کرد و روز 12 سور کمیسیونی تشکیل داد و دستورات مفیدی صادر نمود و برای جلوگیری از انتشار این بیماری خطرناک قرنطینه و ترتیبات طبی برقرار گردید. بیش از چند روزی طول نکشید که نقاط مبتلا شده از این بیماری رهایی یافتند و این خود خدمتی بود از هر جهت شایسته ی تقدیر. تشکیلات بلدی. پس از انحلال بلدیه دولت موفق گردید که در اندک مدت یک تشکیلات منظم وسیعی بدهد و عواید دروازه ها و غیره را صرف نظافت و روشنایی معابر نماید. برای اولین مرتبه خیابان های لاله‌زار، ناصریه، علاءالدوله، باب همایون، احمدیه یا سپه فعلی، چراغ‌راز، خیابان استانبول و چند خیابان دیگر مطابق اصول جدید سیم‌کشی و با چراغ الکتریک روشن گردید. علاوه دستور داده شد که شهرداری در نظافت مجاری آب مشروب نهایت دقت را به عمل آورد. صفحه 361 جمع‌آوری اطفال بی صاحب. صفحه 361 یکی از اقدامات مفید کابینه این بود که به شهرداری دستور داد هر کجا اطفال بی صاحب در کوچه ها دیده و یا هر طفلی که خانواده آن قادر به نگهداری وی نباشد به دارالایتام بفرستد تا شهرداری از آنها نگهداری و با آنها مطابق اصول مدارس تدریس شود و دولت بتواند بدین وسیله پس از چندین سال یک عده جوان تحصیل کرده تربیت کرده باشد. حمل گوسفند به مرکز. پس از قحطی معروف 1335 قمری وضعیت گوشت گوسفند در تهران مردم را دچار اشکال کرده بود، زیرا گوسفند به مقدار کافی به مرکز وارد نمی شد و دولت برای رفاهیت اهالی به حوزه های حکومتی گروس و لرستان و قزوین و غیره دستورات اکید داد که مرتباً همه روزه مقداری گوسفند به مرکز بفرستند. به علاوه حکومت نظامی مراقبت کامل در امر خاربار می کرد و متخلفین را شدیداً مجازات می نمود. با این ترتیب در اندک مدتی قیمت خاربار رو به تنزل گذارد و دولت توانست از اجحاف محتکرین و استفاده چیان تا اندازه جلوگیری نماید و این خدمات از هر جهت شایان تقدیر می باشد.
تخلیه قوای انگلیس. دهم اردیبهشت 1300 قشون انگلیس به فرماندهی ژنرال آیرونساید قزوین را تخلیه و به طرف همدان حرکت کرد. این قشون عبارت بودند از 2300 نفر انگلیسی، 2300 نفر هندی. وجود این قوا دیگر در ایران ضرورت نداشت، زیرا علاوه بر اینکه موجب مخارجی برای دولت انگلستان بود، دیگر لزومی نداشت در ایران بمانند، زیرا خطر بلشویزم مرتفع شده اطمینان داشتند که کودتا کنندگان منافع آنان را تأمین می نمایند. از اینها گذشته نمی خواستند با وجود این قوا از طرفی دستاویزی به دست مخالفین داخلی خود داده و از لحاظ خارجی وسیله تبلیغات و بهانه به دست شوروی ها داده باشند. صفحه 362 ازدیاد ساعت عبور و مرور. روز 13 سور 1300 بر حسب اعلامیه حکومت نظامی یک ساعت بر منع عبور و مرور که تا ساعت 10 بعد از ظهر بود اضافه شد و به ساعت 11 موکول گردید. مشاجره وزیر مختار انگلیس با رئیس نظمیه. نقل از یادداشت‌های میم میم الف مهندس مسعود انصاری. چند روز قبل از کودتا در یکی از مهمانی‌ها موسیو وستاهل رئیس نظمیه به وزیر مختار انگلیس مستر نورمان میگوید در قزوین چه خبر است؟ این هیاهو چیست و چه میخواهید بکنید؟ وزیر مختار انگلیس تجاهل کرده میگوید من خبر ندارم، مگر قزوین چه خبر است؟ چون رئیس نظمیه متقاعد نمیشود، وزیر مختار انگلیس قول شرف میدهد که من از اوضاع قزوین به کلی بی اطلاع هستم و هیچ خبری نیست. بعد از کودتا رئیس نظمیه اوامر هیچ کدام را آنطور که باید اطاعت نکرده و در قالب موارد میگوید اعلیحضرت احمد شاه باید مستقیماً به من امر بدهد تا اینکه کار به جاهای باریکی رسیده بود. در یکی از ملاقات‌ها وستاهل به وزیر مختار انگلیس میگوید در خاطر دارید که شبی به من قول شرف دادید که از جریان‌های قزوین هیچ اطلاعی ندارید و از اوضاع به کلی بی‌خبرید. حالا که من میبینم هر طرف قضیه مربوط به شما و شما در آن مداخله دارید، آیا معنای شرف این است و قول شرف را اینطور میدهند؟ در این مباحثه کار آنها به جنجال کشیده، وستاهل بدون خداحافظی از وزیر مختار انگلیس جدا میشود. خلاصه این وقایع تدریجا به خاتمه خدمت کلونل وستاهل گردید و یک سال بعد ایران را ترک میکند و سرهنگ محمد خان درگاهی رئیس نظمیه میشود. صفحه 363 مراسم سلام. روز جمعه 27 شعبان اردیبهشت برابر 16 سور به مناسبت تاجگذاری سلطان احمدشاه مراسم سلام منعقد گردید و کور دیپلماتیک دو ساعت قبل از ظهر نزد شاه رفته. ابتدا وزیر مختار ممالک متحده امریکا که مقام شیخ السفعا را ایرانیز داشت، نطقی از طرف خود و سایر همراهان ایراد و از طرف سلطان احمدشاه نیز جواب داده شد. سپس وزیر مختار شوروی نطق زیر را ایراد کرد. نطق وزیر مختار روسیه. به مناسبت این روز فیروز و جشن با عظمت، تبریکات صمیمانه خود و هم قطاران محترم خیش را به پیشگاه همایونی تقدیم داشته، آرزومند است که ذات اقدس ملوکان سالیان دراز چون این روز باشکوهی را برای سعادت ملت ایران و افتخار سلطنت آن اعلیحضرت درک فرمایند. با اجازه آن اعلیحضرت علاوه می نماید که دولت مطبوعه این جانب ذات اقدس همایونی را مظهر تمامیت استقلال ایران می داند و نظر به این که با نهایت اشتیاق و از صمیم قلب به تمامیت و استقلال این مملکت علاقه‌مند است، علی‌هذا منظوری غیر از این ندارد که مراتب مودت و اعتماد آن اعلیحضرت را جلب نماید. بنابر مراتب معروضه، خاطر اعلیحضرت همایونی را مطمئن می‌سازد که دولت مطبوعه دوست داره نظر به تعهداتی که در موقع انعقاد قرارداد نموده است با نهایت صمیمیت اقدامات لازمه در تسریع تصفیه مسئله گیلان اتخاذ خواهد کرد. پس از پایان نطق وزیر مختار شوروی، سلطان احمدشاه جواب نطق را بدین مضمون ادا کرد. صفحه 364 آقای نماینده مختار، آرزوی ما این است که بر تشدید روابط ودادی موجوده بین دو ملت که اساس آن بر روی معاهده‌ای که اخیراً منعقد شده قرار گرفته است افزوده گردد. در این موقع به شما اطمینان می‌دهم که ما و هیئت دولت ما مساعی جمیله برای اجرای این مقصود به عمل آورده و یقین داریم که حل و تصفیه فوری قضیه گیلان چنان که اظهار نمودید فوق‌العاده موجب تسهیل منظور ما خواهد گردید. مجلس ضیافت. شب 28 شعبان وزرا و نمایندگان سیاسی خارجه
و معاونین وزارتخانه ها و رؤسای دوایر از طرف رئیس الوزراء برای صرف شام و شب نشینی در امارت گلستان دعوت شده بودند. بدین ترتیب که کلیه مهمانان در حدود 600 نفر بوده، ولی بیش از 130 نفر برای شام دعوت نشده، بقیه را به شب نشینی دعوت کرده بودند. در این مهمانی، عده‌ای از سفرا حاضر نشدند. من جمله وزیر مختار فرانسه، به علت اینکه اولا تمام اعضای سفارت را به شام دعوت نکرده بودند و ثانیاً برای اینکه بنابر مذاکرات با نماینده مختار شوروی قرار شده بود که مارش فرانسه و مارش ملی شوروی زده نشود، بلکه فقط مارش ملی ایران را بنوازند. لذا وزیر مختار فرانسه قهرن به مجلس جشن حاضر نشد. همچنین وزیر مختار بلژیک نیز ابتدا در مجلس ضیافت شرکت کرد، ولی بلافاصله به عنوان کسالت عذر خواسته خارج گردید. صفحه 365، دومین بحران کابینه. روز 17 سور مذاکراتی از بحران کابینه بود و علت آن را مخالفت سردار سپه با رئیس الوزراء می‌گفتند. به علاوه روز 16 سور نیز وزیر فواید عامه موقر الدوله فوت کرده بود. 38، تغییر محل اردوی قزاق. گفته شد دوباره اختلافاتی بین رئیس الوزراء و وزیر جنگ سردار سپه به وجود آمد و در خلال این اختلاف نظر گویا سردار سپه حس کرده بود و یا به او رسانده بودند که به تحریک کابینه ممکن است سوء قصدی نسبت به وی اعمال شود. سردار سپه هم برای حفظ جان و مقام خیش تصمیمات زیر را اتخاذ کرد. یک از تاریخ اختلافات نظر به بعد دیگر در جلسات هیئت وزرا حاضر نشد که مبادا در آنجا گرفتار و مانند سایر محبوسین با وی رفتار شود. 2. دستور داد گارد هیئت وزرا را عوض کردند و همه روز عده‌ای برای آنجا فرستاده می‌شد که کاملاً طرف اعتماد وی بودند. 3. از نظر احتیاج و اتکا به قوه نظامی، با آنکه هنوز موقع ییلاق قزاق‌ها نرسیده و هوای شهر کاملاً خوب بود، سردار سپه دستور داد در روز 17 سور 17 اردیبهشت اردوی قزاق از قزاقخانه تهران به قصر قاجار تغییر مکان دهند تا در آنجا موقعیت نظامی مستحکمی داشته باشند. 4. سردار سپه کاملا دریافته بود که رئیس الوزراء منتظر فرصت است و به محض اینکه تفوق پیدا نماید ممکن است به وسیله عده‌ای از افسران ژاندارمری که در آن روز نسبت به افسران قزاق به چشم رقابت نگاه می‌کردند اقداماتی بنماید و او را بدین وسیله از بین ببرد. به علاوه درباریان هم او را بیشتر از سید ضیاءالدین ترسانیده بودند. لذا در تمام طول مدتی که سردار سپه از قزوین به تهران آمده و کابینه سید ضیاءالدین روی کار بود، شب‌ها را در قزاقخانه به سر می‌برد. همچنین عده‌ای از افسران قزاق را دستور داده بود که شب‌ها در سربازخانه استراحت نمایند و برخی از افسران قزاق را نیز من جمله یاور رضا قلی خان یا امیر خسروی دستور داده بود که در نزدیکی اتاق او استراحت نماید. کتاب دریچه‌ای به دنیای دانش و دانایی. صفحه 366، قانون مرور زمان. روز 20 سور 1300 خورشیدی دولت قانون مرور زمان را که در تحت 53 ماده تنظیم یافته بود از نظر سلطان احمد شاه گذرانید و به طریق ذیل به صحه همایونی رسید. ما سلطان احمد شاه قاجار نظر به پیشنهاد جناب مستطاب اجل میرزا سید مصطفی خان منصور السلطنه کفیل وزارت عدلیه و تصویب هیئت وزرا مقرر می فرماییم. ماده واحده قانون مرور زمان که در ذیل این دستخط همایونی ما مندرج است ملاحظه و باید مثل قوانین مملکتی به موقع اجرا گذاشته شود تا در موقع افتتاح پارلمان به تصویب قوه مقننه برسد. محل صحه شاه. عوام فریبی سردار سپه. روز 26 سور 1300 خورشیدی سردار سپه برای جلب توجه عمومی و عوام فریبی اعلانی منتشر کرد که به مردم بفهماند که او یک نفر افسر قزاق قانونی وظیفه شناس بوده و جز خدمت به کشور و درستکاری هیچ منظور دیگری ندارد. در صورتی که این عمل احتیاجی به اینکه به وسیله اعلان و الساق به در و دیوار نداشته و اگر برای تذکر افسران قزاق بوده میبایستی به وسیله متحد المعال به افسران ابلاغ شود، نه اینکه عموم مردم از آن مستحضر گردند. شاید منظور دیگری هم داشته که برنویسنده پوشیده است. به هر حال آن اعلان به شرح زیر بوده است. صفحه 367، برای حفظ شرافت نظام.
به موجب راپورت واصل از طرف رئیس بریگارد گارد سوار سلطان مهدی خان صاحب منصب سابق بریگاد مرکزی که جدیداً در دیویزیون پذیرفته شده از شغلی که رئیس بریگاد سوار برای مشاورالیه تعیین نموده ناراضی و خواسته است میل و توجه ریاست بریگاد سوار را نسبت به خود جلب نماید که شغلی موافق میل خود او رجوع شود. علی‌حاضا عریضه تملق آمیزی که محتوی 20 عدد اشرفی بوده به رئیس بریگاد سوار عرض و تقدیم داشته، نظر به راپورت واصله ناگزیرم از وخامت این عمل شنیع که حیثیت دیویزیون قزاق علی‌حضرت همایونی را لکه دار و سلب شرافت و افتخارات نظامی را می نماید، تنفر خود را اعلان و متذکر شوم که افتخار شرافت درجات نظامی تا موقعی است که به لیاقت و جانفشانی در راه دولت و ملت و خدمتگزاری در راه وطن تحصیل شود، نه به رشوه و تعارف. زیرا که اگر درجه و مقامات نظامی را بشود مثل سایر امتعه خریداری نمود، دیگر وقع و افتخاری نخواهد داشت. در آن صورت هر متمول پولداری می تواند به طور رشوه و خریداری تحصیل چنین مقام شریفی را بنماید. آن وقت دیسیپلین نظام متزلزل و اساس قانون نظامی آلت اجرای خیالات متنفذین خواهد گردید. چون تا کنون این قبیل حرکات و رشوه‌خواری در دیویزیون معمول نبود به هیچ وجه من الوجوه، در خاطرم خطور نمی کرد که آیا ممکن است کسی خیال چنین فعل مذمومی را بنماید تا چه رسد به اینکه مرتکب شود. حضرات صاحب منصبانی که سابقه خدمت در دیویزیون را داشته و دارند به خوبی مطلعند که این نوع حرکات تا کنون معمول نبوده، ولی اشخاص جدید الودود در دیویزیون نظر به عدم اطلاع ممکن است خیال این قبیل حرکات را بنمایند. لذا برای جلوگیری این نوع افعال مذمومه، چون سلطان مهدی خان جدید بوده، تنبیه مشاورالیه را فقط به اخراج کردن از دیویزیون اکتفا می نماید و 20 عدد اشرفی مذکور را نیز به ابراهیم حسین قزاق سابق قسمت مازندران که در بندر جز گلوله خورد و تاکنون معالجه آن تمام نشده است انعام داده می شود. ولی از این تاریخ به بعد چنانچه دیده یا شنیده شود یک نفر اما صاحب منصب یا تابین مرتکب رشوه دادن یا رشوه گرفتن شوند ولو به اسم تعارف یا هدیه و غیره، به این مختصر تنبیه قناعت نکرده راشی و مرتشی را به مجازات سخت خواهم رسانید. وزیر جنگ و رئیس دیویزیون قزاق رضا شش رمضان 1339. صفحه 368. 39 قلع و قمع اشرار خراسان، توقیف مرسل، تعقیب زبردست خان. کلونل محمد تقی خان والی نظامی و رئیس ژاندارمری خراسان از بدو تصدی امورات حکومتی جدیتی به خرج می‌داد که به اوضاع وخیمه در جز و سایر نقاط پرآشوب خراسان به طور ملایمت و مسالمت خاتمه دهد و وسایل رفاهیت اهالیان سامان را بدون خونریزی فراهم نماید. در تعقیب همین مقصود پس از یک رشته مذاکرات طولانی با اشرار خراسان قرار می‌شود مرسل به مشهد آمده مطالب خود و زبردست خان را حضوراً مذاکره نماید. این دو نفر از یاغیان معروف و اشرار نسبتاً نیرومند خراسان بودند. لیکن زبردست خان در خلال این احوال از طرفی مرسل را برای اصلاح به مشهد اعزام داشته و از طرف دیگر خود به عملیات سوء ادامه می‌دهد. من جمله روز 19 برج ثور از پست ژاندارم اعزامی به دربند، چهار فرسخی راه قوچان به درجه از نیز مسلحاً جلوگیری می‌نماید. در نتیجه این اقدام از طرف رئیس ژاندارمری امر می شود که مرسل و همراهان وی را در مشهد توقیف و از چندین راه قوای ژاندارم کافی به قوچان و باجگیران اعزام می شود. بالاخره پس از جنگ سختی که در حدود دربندی به وقوع می پیوندد و مدت 6-7 ساعت دوام پیدا می کند و چندین نفر از اشرار دستگیر و چند نفر از اقوام زبردستخان تسلیم می شوند و خود زبردستخان پس از تسلیم ده و محل خیش به طرف کوه الله اکبر فرار اختیار می کند. روز 22 ثور از طرف کلونل محمد تقی خان تلگراف فوری به دولت مخابره می شود که وزارت خارجه با وزیر مختار شوروی مذاکره کرده تا از طرف سفارت دولت شوروی تلگرافی به اشقاباز مخابره شود و به مأمورین سرحدی دستور بدهند اولا اشرار را به خاک روسیه پناه ندهند و ثانیاً از عملات اردوی دولت ایران در آن حدود ممانعت به عمل نیاورند تا به قضیه زبردست خان خاتمه داده شود. صفحه 369. 40 رفع بحران کابینه. یکی دو روز قبل از فوت وزیر فواید عامه، اختلافاتی بین رئیس الوزراء و وزیر جنگ پیدا شده بود و در خلال این بحران در نتیجه کسالتی که وزیر مالی میرزا عیسی خان پیدا کرده بود مجبور شد برای معالجه به اروپا برود.
رئیس الوزراء برای مرتبه دیگر هر طور بود اختلاف نظر با سردار سپه را رفع و صلح بدین طریق برقرار شد که اولا قوای ژاندارمری یعنی مهمترین قوای ایران بعد از قزاق از تحت نظر و اداره وزارت کشور خارج شده و به وزارت جنگ انتقال یابد. در این صورت زمام اختیار تام و وظیفه نظامی به دست سردار سپه اداره شود. در حقیقت از این زمان به بعد وجود و اختیار آن دولت و دولت‌های آتی به میل و اراده سردار سپه گردید. ثانیاً طرفین رئیس الوزراء و وزیر جنگ به قید قسم قرآن قرار گذاشتند نسبت به یکدیگر خیانت نکنند. بحران بدین ترتیب پایان یافت و مدیرالملک وزیر خارجه به وزارت مالیه و معزالدوله به وزارت خارجه معین و روز 4 رمضان 23 ثور به حضور سلطان احمدشاه در قصر فرهاباد معرفی شدند. چیزی نگذشت که روابط بین سید ضیاءالدین و سردار سپه باز تیره گردید. به این معنا که سردار سپه اطلاع حاصل می‌نماید که مبلغ 50,000 تومان از عوائد نواقل و غیره در صندوق شهرداری جمع شده است. سردار سپه می‌فرستد که آن وجه را برای مخارج قشون دریافت نمایند، ولی شهرداری ابداً به علت آنکه دستور ندارد از پرداخت این مبلغ خودداری می‌کند. ولی بعدن سردار سپه چند نفر قزاق می فرستد و جبران آن پول را دریافت می نمایند. و این حرکت عملاً به منزله مخالفت و اهانتی بود که از طرف سردار سپه معمول گردید. این مرتبه اختلاف باقی ماند تا آنکه کابینه سقوط کرد. صفحه 370 دعوت به سفارت شوروی. روز 4 رمضان از طرف سفارت شوروی اعلانی در تهران منتشر شد که عصرهای جمعه باغ پارک اتابک که محل سفارتخانه شوروی گردیده بود برای گردش و تفریح عموم مردم آزاد است و اولین جمعه پس از نشر اعلان نام برده قریب 500 نفر از مردم تهران در آنجا برای گردش و تفریح رفته بودند. دعوت به باغ بهارستان. در همین اوان اعلانی نیز از طرف اداره مباشرت مجلس شورای ملی منتشر شد که حسب الامر ملوکانه عموم ملت اجازه دارند که روزهای تعطیل در بهارستان محل مجلس شورای ملی برای تفرج بروند و این موضوع برای جلوگیری مردم بود از رفتن به سفارت شوروی. تغییر حاکم نظامی تهران. روز 8 رمضان برابر 27 ثور کلونل کاظم خان آجودان سابق کلونل اسماعیل و حاکم نظامی تهران را سردار سپه به وزارت جنگ برده به سمت ریاست کل ستاد ارتش ارکان حرب وزارت جنگ معرفی کرد. حکومت نظامی تهران به عهده کلونل حبیب الله خان واگذار گردید. قانون ثبت اسناد. یکی دیگر از کارهای خوب کابینه سید ضیاءالدین تنظیم قانون ثبت اسناد و تأسیس آن اداره می باشد که به خرابکاری‌های برخی از محاضر و شیادان که اتفاق می افتاد یک ملک را چندین جا گرو می گذاشتند خاتمه داد و در روز 10 رمضان 1339 برابر 28 اردیبهشت ماه ثور قانون مزبور که در 142 ماده تنظیم یافته بود برای صحه به نظر سلطان احمد شاه رسید که تا افتتاح مجلس شورای ملی بر طبق آن عمل شود. صفحه 372 41 شدت تیرگی روابط سید ضیاءالدین با سردار سپه. روز 28 ثور اردیبهشت ماه سردار سپه ذخایر و مهمات قزاقخانه را بازدید می کند و چون چند گلوله توپ و مقداری تجهیزات دیگر کم داشتند فوراً از قزوین می خواهد تا با اولین وسیله به تهران هم نمایند و بلافاصله 4 گاری از قزوین فرستاده می شود. ولی سید ضیاءالدین از این موضوع خبردار شده به فرمانده قوای قزوین امر می کند که گلوله های توپ و غیره را پس بخواهند. در این اثنا گاری ها به ینگی امام رسیده بود. افسر مأمور پست ینگی امام در موقع عودت گاری ها را توقیف و از سردار سپه کسب تکلیف می نماید. سردار سپه نیز فوراً یک نفر افسر ارشد را با اتومبیل مأمور می کند و گاری ها را به تهران می آورد. این قضیه بر شدت تیرگی روابط رئیس الوزراء با سردار سپه می افزاید.
رئیس الوزراء پس از این جریان تصمیم می‌گیرد که به هر نحوی ممکن است قدرت سردار سپاه را در هم شکند و شروع به یک سلسله اقدامات محرمانه می‌نماید، من جمله بین افسران ارشد قزاق قزوین و سردار سپاه را به وسایلی تیره و اختلاف نظری ایجاد به چیزی نمانده بود بین آنها سخت به هم بخورد، ولی در خلال این احوال کابینه سقوط می‌کند و سوء تفاهم بین آنها خواهی نخواهی برطرف می‌شود. 42 یکی از عوامل مؤثر سقوط کابینه. موافق یادداشت‌هایی که از وقایع آن دوره به دست است، یکی از عوامل مؤثر سقوط کابینه سید ضیاءالدین سیاست خارجی بود که نتوانست جلب اعتماد همسایه شمالی را بنماید. از جمله اینکه پس از ورود وزیر مختار شوروی به تهران، موسیو راتشتین از رئیس الوزراء خواهش می‌کند که نادر میرزا، مهماندار و کارگزار اشقابات که از سرحد خراسان تا تهران همراه مشاوران الیه بوده، چند روزی دیگر در معیت او باشد. ولی سید ضیاءالدین در پاسخ میگوید شما منشیهای خوب در سفارت خودتان دارید، خوب است کارهایتان را با آنها مراجعه نمایید. این اظهارات موجب سوء ظن وزیر مختار دولت شوروی شده دستور میدهد که فوراً عذر هر دو منشیان ایرانی را بخواهند. سید ضیاءالدین پیش از ورود سفیر شوروی با دو نفر از منشیهای ایرانی سفارت که یکی به نام میرزا یوسف خان و دیگری به نام میرزا عبدالله خان بوده قرار می‌گذارد اخبار سفارت را محرمانه به او اطلاع دهند. این سوء ظن بعدها بیشتر می‌گردد و چنان که دیدیم وزیر مختار دولت شوروی در آغاز ورود خود راجع به وضع حکومت ایران سوال و بعداً اعتراض می‌کند. و سپس ملاقاتهایی از سلطان احمد شاه می نماید و چون احمد شاه هم شخصاً با اقدامات کابینه مخالف بود و دل خوشی از رئیس الوزراء نداشت، این ملاقاتها و مذاکرات مؤثر واقع می شود. و از طرفی مشارالملک این جریانات را نزد شاه تأیید و تأکید می کند که بر علیه کابینه اقدامات مخالفی بنماید. با این کیفیت معلوم می شود که یکی از عوامل سقوط کابینه سید ضیاءالدین و به هم خوردن اوضاع آن روز سیاست خارجی بود. صفحه 373 مسافرت ولیعهد به اروپا. روز 12 رمضان در شهر شهرت پیدا کرد که ولیعهد همین دو سه روزه به اروپا مسافرت خواهد کرد و علت مسافرت را میگویند سازش ولیعهد با سید ضیاءالدین بوده که مورد سوء ظن شاه واقع شده بود و شاه برای مخالفت با سید ضیاءالدین او را بدین وسیله تبعید میکرده است، ولی پس از سقوط کابینه موقتا حرکت ولیعهد به اروپا مدتی به تأخیر میافتد. صفحه 374، 43 تظاهرات بر علیه کابینه. روز 16 رمضان، روز قبل از سقوط کابینه در مسجد شاه که به مناسبت ایام ماه رمضان جمعیت زیادی جمع بود، عده‌ای از این اجتماع استفاده کرده تظاهراتی بر علیه کابینه کردند که ما به ترتیب ذکر خواهیم کرد. ابتدا سید یعقوب انوار بالای منبر رفته و عمامه خود را به زمین زده اظهار کرد که من چه گناهی کردم که مرا بدون جهت حبس نموده بودند؟ سپس انتقاد از سیاست انگلستان و رفتار رئیس الوزراء کرده و از منبر پایین آمد. بعداً مدیر روزنامه حلاج به منبر رفته و اظهار داشت که من اگر اظهاری می‌کنم من باب خیرخواهی مردم است و نظر حکومت سید ضیاءالدین به این مناسبت با من مساعد نبود و از منبر پایین آمد. سپس محمد مشکات حضرت مشکات سادات به منبر رفته اظهارات شدیدی بر علیه سید ضیاءالدین نمود و این اظهارات و گفته‌ها سبب شد مردم که در حدود 2-3 هزار نفر بودند فریاد کردند سید ضیاءالدین را نمی‌خواهیم، نمی‌خواهیم. آخرین ملاقات رئیس الوزراء با سلطان احمد شاه. آخرین ملاقات سید ضیاءالدین با احمد شاه گویا روز 30 سور اردیبهشت ماه یا اول جوزا بوده است که میگویند ایشان در حالی که سیگار بر لب خود داشت وارد اتاق سلطان احمد شاه می شود و بدون اجازه روی درگاه اتاق می نشیند. شاه در حالی که دور اتاق قدم می زد متوجه حرکات مشاوران اله شده متغیر می گردد. فوراً زنگ می زند و صدا می کند دو نفر بیایند. سلیمان خان ناظم خلوت وارد می شود. شاه می گوید این سیگار را از دهن این سید بگیرید بیاندازید دور. پس از اجرای این امر، سلطان احمد شاه عذر آقا را می خواهد و دیگر با سید ضیاءالدین ملاقات نکرد تا از ایران خارج شد. پس از آن سلطان احمد شاه می گوید تلفن کنید سردار سپه حاضر شود. چیزی نمی گذرد که سردار سپه نزد شاه حاضر می شود و سلطان احمد شاه جریان ملاقات سید ضیاءالدین را برای سردار سپه ذکر می کند و می گوید دیگر نمی توان با این شخص به مدارا و مسالمت رفتار نمود و من از این اوضاع خسته شدم.
سردارسپه میگوید ما تصور میکردیم که این اقدامات موافق میل شاه است. حال که مخالف میل اعلیحضرت همایونی است، هر طور امر بفرمایید اطاعت میشود. زیرا من یک نفر سرباز مطیعی بیش نیستم و هر وقت امر کنند شمشیرم را تقدیم خواهم کرد. سلطان احمد شاه میگوید بروید، وسایل حرکت سید ضیاء را فراهم نمایید. میرزا عبدالله مصطفی در جلد سوم تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه در مورد رفتار سید ضیاءالدین با شاه چنین می نویسد. توضیح حاشیه. این کتاب 4 سال پس از انتشار چاپ اول تاریخ کودتای نگارنده به چاپ رسیده است و مشوق مرحوم مصطفی هم در چاپ کتاب تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه نویسنده بوده است. ادامه متن. در موقعی که سید ساقط شد و محبوسین از حبس نجات یافتند، برای استمالت آنها مردم دست دست به دیدار آنها می رفتند. حاجی حسین آقا امین الضرب مهدوی یکی از محبوسین بود. من نظر به سوابق دوستی شب همان روز خلاصی به دیدار او رفتم. مرحوم مهدوی مردی ملایم و با ادب و مردم دار و بنابراین مجلس او در این شب از مجلس اکثر آزاد شدگان پر جمعیت تر بود. وارد حیات که شدم مرحوم مشیرالدوله حسن پیرنیا هم از راه رسید و با هم وارد مجلس شدید. من و ایشان پهلوی هم اتفاق افتادیم. از اینکه در این 2-3 ماه جز عید نوروز آن هم به وسیله گذاشتن کارت خدمتشان نرسیده بودم عذرخواهی کردم. ایشان گفتند من هم هیچ جا نرفته و حتی شاه را هم تا امروز در فرح‌آباد ملاقات نکرده بودم. گفتم واقعا از شاه نپرسیدی چه شد که ایشان دستخط ریاست وزرایی سید ضیاءالدین را امضا کردند؟ گفت حاجتی به پرسش نداشت. خود ایشان بدون سوال گفتند سید آمد اینجا دستش را به کمرش زد و با سماجت و تشر قوه نظامی دستخط ریاست وزرایی خود را گرفت و رفت. البته شاه قبلا از کاندیدا شدن سید ضیاءالدین برای ریاست وزرا خبر داشته و می دانسته است که نظر رؤسای نظامیانی که وارد تهران شدند در ریاست وزرا به سید است و شاید نماینده نظامیان هم که به حضور شاه رفته این تقاضا را کرده و حتی مؤسسین کودتا هم به وسائل مختلف مطلب را به شاه حالی کرده بودند. در این صورت دست به کمر زدن و تشر و تشدد چه لزومی داشته است؟ و برفرض اینکه دفعه اول برای پیشرفت مقاصد آینده این طرز رفتار لازم شمرده شود، دفعات بعد دیگر هیچ دلیل و سببی نمیتواند داشته باشد. تا چه رسد به اینکه سید سیگار به لب وارد خدمت شاه میشده سهل است، بدون اجازه مینشسته و گاهی اگر عمدن صندلی در اتاق نمیگذاشتند روی آستانه مرتفع پنجره جلوس میکرده است. صفحه 376 شاه با ترور سید ضیاءالدین موافقت نکرد. مخبر السلطنه در خاطرات و خطرات می نویسد ظاهراً در کابینه میرزا سید ضیاءالدین هم این نقشه ترور در نظر بوده است. احمد شاه اجازه نمی دهد و اینجا من از یکی از وزرایان کابینه شنیدم. 44 اقدامات سید ضیاءالدین برای ابقای مقام خود. روز 28 سور سید ضیاءالدین از دوام حیات سیاسی خود در ایران مایوس می شود و برای آخرین مرتبه جهت ابقای خیش شروع به اقداماتی می نماید که ذیلاً ذکر خواهد شد. 1. با ارامنه تهران وارد مذاکره می شود که عده‌ای از آنها را مسلح نموده و برای دومین مرتبه کودتایی بر علیه شاه و سردار سپه بنماید. ولی عده‌ای از ارامنه با خیالات او موافقت نکردند چون عده‌ای آنها کافی برای این کودتا نبود، لذا از این خیال منصرف می شود. اقداماتی است که در تاریخ احمد شهریور صریحاً ذکر شده است که ذیلاً درج می‌گردد. سید ضیاءالدین از حرکات رضا خان و بیمیلی شاه مایوس شد و چون میل نداشت استعفا کند و هر طور هست مقاصد خود را در ایران انجام دهد، لذا در فکر چاره شد و دید چاره منحصر به برداشتن شاه است و یا به کشتن و یا خلع او. و چون دید مملکت ایران فعلا استعداد جمهوری ندارد، بنابراین خواست محرمانه با یکی از شاهزادگان درجه اول که به نسبه قابلیت دارد برای سلطنت عهد و میثاقی ببندد و چون دید محمد حسن میرزا قابلیتش از شاه بیشتر است و به علت اینکه او خود را ولیعهد موقتی می داند
چون اگر شاه اولاد ذکور می داشت ناچار ولایت عهدی با او خواهد بود، شاید راضی شود به اینکه پس از قتل شاه یا خلع او سلطنت را قبول کند و کمک به خیانت سید ضیاءالدین بدهد. به این جهت خیلی مهربانی با ولیعهد وارد مذاکره شد. اتفاقا به وسیله همان قزاق‌های مستحفظ ولیعهد راپورت ملاقات محرمانه رئیس الوزراء با ولیعهد ابتدا به سمع رضا خان و سپس به گوش شاه رسید و شاه مصمم به عزل سید و تبعید ولیعهد شد. روز شنبه 14 رمضان طرف عصر از طرف شاه به سید ضیاءالدین امر شد که استعفا بدهد. سید ضیاء از نیات خود وزیر مختار انگلیس را مستحضر کرد، لذا سید ضیاءالدین به اعتماد وزیر مختار جواب داد که من چون خود را مفید از برای سعادت این مملکت می دانم و تا به حال خیانتی هم نکرده ام استعفا نمی کنم و از طرفی تمارز کرده و به دربار حاضر نشد. از طرف دیگر وزیر مختار برای ابقای رئیس الوزراء با شاه شروع به مذاکرات نمود ولی مفید فایده ای نشد. صفحه 377 دست خط شاه. صفحه 377. نظر به مصالح مملکتی، میرزا سید ضیاءالدین را از ریاست وزرا منفصل فرمودیم و مشغول تشکیل هیئت وزرا جدید هستیم. باید کمال مراقبت را در حفظ انتظامات و عمل آورید و مطالب مهم را مستقیما به عرض برسانید. شاه. دستخط بالا روز چهارم جوزا از طرف سلطان احمد شاه به عنوان عموم ولایات و حکام تلگرافاً مخابره شد. صفحه 378 اطلاعات دیگر راجع به کودتای دوم. طبق اطلاعاتی که به دست آمده چند روز قبل از سقوط کابینه برای فراهم کردن وسایل کودتای دوم از طرف رئیس الوزراء تلگراف رمزی به رئیس ژاندارمری های شهرستان های نزدیک تهران من جمله قم، قزوین، سمنان و غیره می شود که نفرات خود را فوراً جمع‌آوری و به نقاطی که در تلگراف های نامبرده معین شده بود حرکت نمایند و در آن نقاط متوقف باشند تا هر وقت یک نفر از تهران به آنها برسد و اسم مرموزی به زبان بیاورد آن وقت رؤسای ژاندارمری خود را تحت فرمان آنها بگذارند و به هر طرفی اشخاص مزبور امر می‌دهند حرکت نمایند. چنانچه به ماژور محمد درگاهی رئیس ژاندارمری و حاکم نظامی قم تلگراف رمز می‌شود که در نزدیکی رودخانه شور بین قم و تهران توقف نماید تا از تهران آن شخص مخصوص برسد. ولی پس از حرکت اردوی ژاندارم قم به طرف تهران هنوز بیش از 12 فرسخ راه نپیموده بودند که تلگراف سقوط کابینه به تمام نقاط مخابره می شود و ابتدا اردوی متحرک متوقف و سپس به طرف حوزه های خدمتی خود مراجعت می نمایند. برای تایید این موضوع مقاله ای را که آقای علی اکبر ارداغی نوشته است عیناً به نظر خوانندگان می رساند. توضیح حاشیه راجع به کودتای 1299 مدیر محترم روزنامه مهر ایران آقای مکی راجع به سقوط کابینه سید ضیاءالدین در ماه رمضان یک عللی را ذکر کردند که این جانب نه تنها در آن تاریخ بلکه تا پریروز هم از علل مذکور مسبوق نبوده محاذا می دانستم کابینه ایشان در ماه مذبور سقوط خواهد کرد و منبع اطلاع خیشتن را پس از یک توضیح مختصر تذکر خواهم داد که تقریباً 50 روز قبل از کودتا ما یعنی این جانب و آقای عمادالکتاب و مشکات الممالک از محبس مستخلص و روز دویم استخلاص در هیئت وزرا حاضر شدی و پس از گفتگو قرار شد مرحوم مشکات به مازندران و من و عماد به قم تبعید گردیم مضافاً به اینکه برای هر یک هم ماهی 60 تومان شهریه برقرار کردند. پس از ورود به قم اولین کسی که شب دویم ورود موقع باریدن برف به دیدن من و عماد آمد آقای ماژور محمد خان درگاهی رئیس ژاندارمری آنجا بود که این تفقد بی سابقه ایشان دوستی خیلی عمیقی ما بین ما ایجاد نمود. گویا 35 و 6 روز بعد کودتای 3 هوت صورت گرفت که آقای درگاهی هم حاکم نظامی آنجا شدند. قهرن این حادثه باعث تأخیر پرداخت شهریه ما یعنی متجاوز از 2 ماه بود. حوالی آن از مرکز نرسیده بود که به علاوه سختی معیشت شب و روزها با یک نگرانی شدیدی سپری می گشت که قابل توصیف نمی باشد. در اوایل ماه رمضان بعد از ظهر خواب بیدار شدی. در ضمن یک مسرت آلوده به تحیر از مستخدم خود پرسیدم آقای عماد هست؟ جواب داد بیرون رفته. در همان آن در زدند و ایمان وارد شد. پرسیدم چه خبر داری؟ گفت هیچ.
گفتم پس من دو خبر مهمی دارم که اولی این است که حوالی حقوق ما قریباً خواهد رسید و دیگر این که پس از انقضای ماه کابینه سید ضیا سقوط خواهد کرد. خوابی که دیده بودم برای او نقل کرده ولی نظر به فوت آن مرحوم اجازه دهی تفصیل آن را برای اشخاص دیگری که فعلاً حیات دارند بیان نمایم که پس از رسیدن حوالی حقوق آقای درگاهی به عقب من فرستاده وقتی که به منزل ایشان وارد شدم گفت یک مطلب محرمانه ای دارم که حواسم خیلی پریشان است. یعنی مطابق تلگراف رمز رئیس الوزراء تمام ژاندارم‌های سابق و زرند و اطراف را احضار و خیال داریم. پس فردا حرکت کنیم و مفاد تلگراف این است که روز حرکت خودتان را اطلاع و پس از رسیدن به رودخانه شور شخصی از تهران به شما خواهد رسید و هرچه امر کرد اطاعت کنید. حالا نمی‌دانم از آنجا ما را به کجا مأموریت خواهند داد. گفتم شما را به کجا مأمور خواهند نمود نمی‌دانم، ولی نظر به اطلاعی که دارم تصور می‌کنم تغییر مأموریت برای شما پیش آید، زیرا بعد از حرکت شما کابینه سید ضیاءالدین سقوط خواهد کرد. چشمان دقیق و نافذ آقای درگاهی در حدقه شروع به گردش غیر عادی و با یک نظر پلیسی که خیال کرد من اطلاعات مخفی از مرکز دارم با کمال تعجب پرسید چطور؟ گفتم چند روز قبل خواب دیدم ماه رمضان است و من در سالن قدیم وزارت مالیه می باشم که یکی از اعضای آنجا اظهار تشنگی و جواباً اشاره به لیوان آب یخی نمود که روی بخاری قرار داشت. گفت این مال روزخور هاست. پس از برداشتن لیوان دید در زیر آن یک شماره روزنامه رعد گذاشته شده که مشاورون الهی گفت این آخرین شماره روزنامه رعد است. درگاهی پس از راحتی خیال که فهمید این جانب اطلاعات مخفی ندارم، خود ایشان نیز خوابی که گویا در کرمان دیده بود برای این جانب نقل نمود که جوابم گفتم تعبیر آن یک ارتقا و ترقی بزرگی است که بیش از انتظار خودت می باشد. تصور می کنم یک دو روز بعد از حرکت ایشان خبر رئیس الوزرایی آقای قوام السلطنه و حرکت سید ضیاءالدین از تهران به اهالی قم ابلاغ و غرض از توضیح این سابقه یک منظور مهمتری دارم که متاسفانه مجال و حواس تشریح آن را نداشته و فقط به طور اجمال اشاره می کنم که اساساً سقوط اشخاص و یا اقوام دنیا به علاوه علل ظاهری دارای یک علت اصلی و ریشه دیگری که دوای آن فقط و فقط منحصر به دارا بودن تقوا و پاکدامنی است که بدون آن ممکن نیست هیچ قوم و هیچ احدی از سقوط مسئول گردد. ادامه متن. صفحه 379، 45 اقدامات وزیر جنگ. قبل از ماه رمضان 1339 سردار سپه وزیر جنگ در صدد برمی آید که برای پیشرفت مقاصد خود با عده‌ای از متنفذین ارتباط پیدا کرده که در این حال هم برای انجام مقاصد آینده خود نفوذ سیاسی را بست داده باشد و هم در مقابل اقتدار سید ضیاءالدین به وسیله آنها خیش را مجهز کرده باشد. لذا به وسیله عده‌ای از همقطاران قزاق خود من جمله سرتیپ خدایار خان و غیره دستور داده بود که با متنفذین ارتباط کامل حاصل کرده و به وسایل مقتضی زمینه را حاضر نماید. چنانچه رفقای سردار سپه هم برای اجرای این منظور با متنفذین بنای مراوده را گذاشته و اظهار می‌کنند که رضاخان شخصی است وطن پرست و با حقیقت و با این اوضاع مخالف است، برای پیشرفت مقاصد خود می‌خواهد با عده‌ای از ملیون و متنفذین ارتباط مستقیم و کامل داشته باشد تا بهتر بتواند در این راه موفقیت حاصل نماید. عده‌ای از صلحا و متنفذین که از ضمیر سردار سپه آگاه بودند در پاسخ می‌گویند اگر سردار سپه راست می‌گوید باید امتحانات خود را بدهد، چنانچه خوب از عهده برآمد آن وقت ما با او موافقت و مرافقت خواهیم کرد و فعلا بهترین امتحان او این است که برای زندانیان اقدام و آنها را مرخص گرداند تا طبیعتا نفوذ سیاسی را تحصیل نماید. عده‌ای دیگر از متنفذین در جواب رفقای وزیر جنگ پاسخ مثبت داده و از همان موقع شروع به آمد و رفت با سردار سپه کرده یک سلسله اقدامات نمودند. از جمله کسانی را که میگویند برای برداشتن سید ضیاءالدین با وزیر جنگ همراهی کرده میرزا هاشم آشتیانی و چند نفر دیگر بودند که ما در طی مطالب آینده خود ذکری از این اشخاص می‌نماییم که بدون قضاوت شخصی مطالب صحیح از تقییم تمیز و تشخیص داده شوند. به طور
حالی که از یادداشت موجود استنباط می شود گویا سید ضیاءالدین چند روز قبل از سقوط کابینه شاید ششم رمضان بود استعفا کرده باشد. منتها در اثر فشارهایی که از خارج وارد می آمده و سید ضیاءالدین پشتیبانی می شده است، احمد شاه را مجبور کردند که استعفا را موقتا به جریان نگذارند. ولی همین که سیاست خارجی در این زمینه سست شد و همسایه شمالی سخت از کابینه زمین شده بود، آن وقت احمد شاه توانست امر به سقوط کابینه بدهد. برای تایید مطالب فوق اسنادی در دست نگارنده می باشد که تا اندازه این موضوع را تصریح و تایید می نماید و ما برای مزید اطلاع خوانندگان گرامی شمه ای از آن را ذیلاً ذکر می کنیم. نقل از یادداشت‌های مهندس مسعود انصاری پسر عموی مشاورالممالک انصاری. از قراری که شنیده می شود تفصیل استعفای سید ضیاءالدین به این قسم بوده که روز قبل از تاجگذاری 27 شعبان اعلی حضرت به واسطه رنجشی که از رئیس الوزرا داشته جداً اظهار می کند که بعد از جشن من حتما به اروپا مسافرت خواهم کرد. پس از آنکه آقا سید ضیاءالدین از متقاعد کردن شاه مأیوس می شود، به مستر نورمان مراجعه و چاره‌جویی می کند. نورمان شرفیاب شده داخل مذاکره با شاه می شود. شاه جد می کند که باید به اروپا بروم. نورمان می پرسد آیا از سید ضیاءالدین دلتنگی دارید؟ شاه می گوید نه. نورمان میگوید با اوضاع راه‌ها و انگلستان ما نمی توانیم به شما تأمین بدهیم. شاه می گوید من از شما تأمین نمی خواهم. نورمان میپرسد آیا خیال استعفا دارید؟ شاه میگوید بلی. نورمان میگوید پس چرا همینجا استعفا نمیدهید؟ شاه اظهار میکند به جهت اینکه در اینجا علت استعفای خود را نمیتوانم بنویسم، ولی در اروپا میتوانم به صراحت علت استعفای خودم را به دنیا اعلام کنم. بالاخره با اصرار زیاد علت را سوال میکند. شاه میگوید همین مداخلات بی‌رویه تو در امور ایران موجب استعفای من شده است. نورمان نگران شده در مراجعت استعفانامه سید ضیاء را گرفته برای شاه میبرد و شاه استعفا را گرفته نگاه می‌دارد. نورمان میگوید حالا خوب است، اگر می‌خواهید رئیس الوزرای جدید را انتخاب کنید سردار سپه را انتخاب بفرمایید. شاه میگوید او خوب است، همینطور وزیر جنگ باشد. صفحه 382 اقدامات مشارالملک وزیر دربار. میگویند مشارالملک وزیر دربار سلطان احمدشاه برای برهم زدن اوضاع کوشش‌های مؤثری نموده است و دو جلسه شاه را وادار می‌کند که با نورمان وزیر مختار انگلیس بر علیه سید ضیاء مذاکره نماید و یک مرتبه خودش به سفارت انگلیس رفته و در این زمینه مذاکراتی کرده است. گویا مؤثر واقع نمی‌شود، ولی پس از جلب نظر وزیر مختار دولت شوروی سلطان احمدشاه توسط مشارالملک به سید ضیاءالدین پیغام داده تا دیر نشده نزد سردار سپه رفته تأمین جانی گرفته برود و الا توقیف خواهد شد. عصر شش رمضان سید ضیاءالدین به منزل سردار سپه می رود. ابتدا در خارج اینطور انتشار پیدا می کند که رئیس الوزرا جلب نظر سردار سپه را کرده و اختلافات را مرتفع نموده، ولی صبح روز بعد معلوم می شود که رفتن سید ضیاء به منزل سردار سپه از نظر تأمین جان خیش بوده است. دیگر از جمله کسانی که می گویند در برهم زدن اوضاع دست داشته و اقداماتش مؤثر واقع شده خانم فخرالدوله عمه سلطان احمدشاه بوده است که با مشارالملک وزیر دربار و عده‌ای دیگر محرمانه مشغول فعالیت بوده است. توضیح حاشیه: خانم فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه زوجه امین‌الدوله می باشد که در فعالیت و پشتکار نظیر او را در بین خاندان قاجار کمتر می توان پیدا کرد. اما امین‌الدوله همان کسی است که هنگامی که محمد علی شاه مجلس را به توپ بست و عده‌ای به خانه او یعنی پارک امین‌الدوله پناه برده بودند به برادر زن خود خبر داد و او هم آنها را گرفته بعضی را به دیار عدم فرستاد. ادامه متن. صفحه 383 46 سقوط کابینه. بالاخره پس از 93 روز زمامداری و چندین مرتبه کشمکش با سردار سپه، صبح روز 4 جوزای 1300 خورشیدی برابر 17 رمضان 1339 قمری، پس از 4 روز تمارز ناگهان و بدون سابقه، اهالی تهران کم کم آگاهی یافتند که کابینه مقتدر سید ضیاءالدین سقوط کرد و خود او هم معلوم نیست که در کجا و چه حال می باشد. در صورتی که صبح روز 17 رمضان سردار سپه به اتفاق 2-3 نفر از افسران ارشد قزاق و چند نفر قزاق به منزل سید ضیاءالدین رفته، مشارالملک را به اتفاق اوپیکیان رئیس بلدیه و از رفقای سید ضیاءالدین و 2-3 نفر دیگر به معیت قزاق‌ها به طرف قزوین حرکت می‌دهند که تا سرحد ایران مواظب و مراقب مشارالملک باشند. روز
قبل از حرکت حسن ضیاءالدین به لطان که پول برای مخارج و مسافرت نداشته از رفتن استنکاف کرده مراتب را به شاه گزارش می نماید. فوراً امر می شود مبلغ 15,000 تومان از صندوق شهرداری گرفته تسلیم مشاوران الهی بنمایند. می گویند پس از حرکت سید ضیاءالدین از تهران، سردار سپاه از رهایی او پشیمان شده چنانچه طبق اسنادی که نگارنده دیده است، پس از 3 ساعت خدایار خان را به طرف قزوین حرکت می دهد که او را در قزوین توقیف نماید و تلگرافی هم به قزوین می کند که از خروج سید ضیاء جلوگیری به عمل آورند تا خدایار خان برسد. ولی سلطان احمد شاه حاضر نمی شود که مزاحم سید ضیاءالدین بشوند و می گوید بگذارید هرچه بود از ایران خارج شود. لذا مجدداً تلگرافی به قزوین می شود که مزاحم سید ضیاء نشده بگذارند خارج شود. بنابراین خدایار خان وقتی به قزوین می رسد که مشاوران الهی 2 ساعت قبل از آنجا حرکت کرده بود. بالفور در کتاب خود راجع به سقوط کابینه چنین می نویسد. فاتح این جنگ چنان دید. حکم داد او را در قزوین نگاه دارند. ولی پس از مطالعه در اطراف قضیه راضی شد حکم مزبور را القا سازد. سید ضیاءالدین از چند نقطه نظر برای اقدامی که به عمل آورد مناسب نبود و مخصوصاً به واسطه حس لجاجتی که داشت نصایح اشخاص مجرب را نمیپذیرفت، در صورتی که هرگاه اندرز میپذیرفت از قالب اشتباهاتی که در نتیجه آن ثابت گردید جلوگیری میشد. به قول یک نفر از هموطنانش، سید ضیاءالدین از کفایت خود و به اطلاع و معرفت خیش زیاد راضی و هرگز خطاهای خود را اذعان نمی نمود، اما انصاف را نیز باید رعایت کرد، زیرا به واسطه آنکه در میان طرفداران وی عناصر مبرز پیدا نمی شد حق داشت دارای چنان احساساتی گردد. همان روزی که صبحان سید ضیاءالدین به اتفاق اوپکیان و کلنل اسمایس و غیره به طرف قزوین حرکت کرد، ملیون و آزادی خواهان قرار گذاشته بودند که عصر در مجلس شورای ملی مجتمع شده و نطقی دائر بر تشکر از اقدامات سلطان احمد شاه ایراد نمایند. زمنان تقاضا کنند که در افتتاح مجلس شورای ملی تسریع به عمل آورد، ولی بر اثر اینکه بعد از ظهر همان روز 17 رمضان از طرف محمود خان حاکم نظامی تهران اعلانی منتشر کردید که حکومت نظامی کماکان برقرار و اجتماعات به کلی ممنوع خواهد بود، نتوانستند که چنین نطقی را بنمایند. همچنین عده‌ای خواسته بودند که در مسجد شاه نطق‌های ایراد نمایند، ولی به علت آنکه پلیس جداً مانع شده بود موفق نگردیدند. صبح روز 17 رمضان مشارالملک وزیر دربار به مقر ریاست وزرا آمده، در به اتاق کابینه و سایر قسمت‌های هیئت وزرا را تا تعیین کابینه جدید مهر و موم کرد. رفقای سید ضیاءالدین هم یکی بعد از دیگری توقیف و یا تحت نظر قرار گرفتند. من جمله میگویند کلونل کاظم خان همان روز 17 تحت توقیف قرار گرفت و اسفندیار خان مضربند سید ضیاءالدین را نیز توقیف می‌نمایند. بالفور در کتاب خود راجع به خروج سید ضیاءالدین چنین نوشته است: ثمره عمده غیر مستقیم عملیات و خارج شدن سید ضیاءالدین این بود که انگلستان در ایران تقریبا بدون دوست گردیده و نه تنها یک دسته بلکه 4 دشمن برایش ایجاد گشت. یک، حزب اشراف که قائدین آن در زمره محبوسین بودند، از حبس خود بی‌نهایت برآشفته و چون تصور می‌کردند سفارت انگلیس بایستی آنها را از شنگال دولت رهایی بخشیده باشد، به هر وسیله و طریقی ممکنه کینه خیش را نسبت به انگلستان به منصه ظهور می‌رسانیدند. در صورتی که می‌دانستند هرگاه اقدامات سفارت مشاوران الیها نبود، حال روز آنان بقایت سخت‌تر و صعب‌تر گشته بود و شاید هم به دیار بوار گسیل شده بودند. دسته دوم دشمنان انگلیس طرفداران دولت سید ضیاءالدین بودند که تصور می‌کردند دولت انگلیس با آنها خیانت کرده است. دسته دیگر حزب مصلحین حقیقی که در نبرد و مبارزه برای استرداد آزادی انتظار مساعدت اخلاقی از انگلستان داشتند، قهرن مجبور به اتخاذ رویه خصمانه نسبت به دولت انگلیس گشتند. به علاوه یک حزب دموکراسی منظمی که همواره مخالف انگلستان هستند، افراطیون نیز که متکی و مستظهر به مساعدت بالشویک‌ها بودند، البته مخالفت می‌کردند. صفحه 386، جراید لندن. از اواسط کابینه سید ضیاءالدین عده‌ای از رجال انگلستان بر علیه سیاست لورد کورزون وزیر خارجه انگلستان اعتراضات کرده در جراید لندن مقالاتی نوشتند و سیاست دولت انگلیس را در ایران مورد انتقاد قرار داده. چند مقاله آن هم پس از سقوط کابینه به تهران آمد و در جراید آن عصر نشر گردید.
گویا همین باعث گردید که پس از کودتا دولت انگلستان ناگزیر شد که مستر نورمان وزیر مختار انگلیس در ایران را عوض کرده به عوض مشاوران الی سر پرسی لارن را مأمور ایران نماید. کتاب بهترین غذا برای فکر و توشه‌ای برای سفر معنوی. در ایام کودتا که جمعی از متنفذین در محبس غذاخانه زندانی بودند، روزی آقای مدرس پیغام داد که کریم آقا بیاید. پس از آن که سروان کریم آقا آمد، مدرس به او گفت آیا ممکن است پیغام مرا به بنی عمم برسانی؟ کریم آقا میپرسد کدام بنی عمتان؟ آقای مدرس میگوید سید ضیاءالدین. جواب میدهد چرا نمیتوانم، بفرمایید میرسانم. آقای مدرس میگوید به سید ضیاءالدین از قول من سلام برسان و بگو حق تو این بود به محض اینکه ما را گرفتی همه را بکشی و به دار بزنی. حالا که این کارا نکردی دیگر هیچ کاری نمیتوانی بکنی و خودت را خسته میکنی. فرمان فرما و نصرت الدوله و عده دیگر به صدا در میآیند که آقا این چه پیغامی است؟ چرا سرود یادش میدهی؟ آقای مدرس میگوید مطمئن باشید که دیگر سید ضیاءالدین هیچ کاری نمیتواند بکند. خیالتان به کلی آسوده باشد. چند سال بعد از این وقایع که ضیاءالدوله وزیر مختار ایران در سوئیس بود و میرزا علی محمدخان شیبانی عضو سفارت سوئیس و سید ضیاءالدین برای ویزای تذکره به سفارت ایران رفته بود، در ضمن صحبت‌های گوناگون گفته بود من خیال داشتم و می‌خواستم همه را بکشم، ولی چه کنم که سفارت انگلیس راضی نشد و مانع شد از اینکه این عمل انجام بگیرد. نقل از یادداشت‌های میم میم الف. سید ضیاءالدین در تاریخ چهارشنبه 17 رمضان 1339 از تهران از راه بغداد، همان بغدادی که چندی قبل سید ضیاءالدین در موقع مراجعت از فرنگ به ایران چند هفته در آنجا توقف کرده و همه جای آن را گردش کرد، از بصره، محمره، عازم اروپا شده، انگلیس‌ها وسایل حرکت او را به اروپا فراهم کرده بودند. به این ترتیب که قبلاً کشتی جنگی لارنس را که متعلق به کنسولگری آنها در بوشهر بود به محمره فرستاده بودند. مستر لین کن، کنسول انگلیس در محمره خرمشهر، از او پذیرایی کرده کفیل حکومت و کارگزار و شیخ خزعل و یکی دو نفر دیگر را به نهار دعوت کرده بود. در این مهمانی دو نفر جنرال جوان انگلیسی نیز حضور داشتند. پس از صرف نهار سید ضیاءالدین و شیخ خزعل به اتاق دیگری رفته مدتی خلوت داشتند. در این موقع کفیل حکومت به کنسول میگوید با اینکه سید ضیاءالدین از کار برکنار است آیا خلوت کردن او با شیخ خزعل مقتضی هست؟ کنسول جواب میدهد چه مانعی دارد؟ در امور سیاسی که صحبت نخواهند داشت، ولی آنچه از صحبت‌های آنها شنیده بود این بود که سید ضیاءالدین میگفت من خبط کردم که همه آنها را نکشتم و الا نمیتوانستند این بازی را در بیاورند. کنسول انگلیس با کمال احترامی که از مشاوران الیه نگاه می داشت، مراقبت می نمود که اهالی از او ملاقاتی ننمایند تا بالاخره سر ساعت معین، ژنرال های جوان موقع حرکت را اطلاع داده همه به اتفاق به عنوان مشایعت به تکلیف کنسول نامبرده به کشتی رفته، پس از مراسم تودی از کشتی خارج و کشتی به حرکت در آمد. کشتی مزبور کوچک و به 6 توپ مسلح بوده است. نقل از یادداشت های آقای میم میم الف. پس از کودتا یک افسر انگلیسی که مخالف کودتا بود، موقعی که نقشه کودتای 1299 طرح می شود، عده‌ای از سیاستمداران انگلیسی گویا دیکسون بوده، معتقد بودند که این نقشه بهترین طریقه است که بایستی فوراً به موقع اجرا گذاشته شود. ولی برخی دیگر از سیاسیون انگلیسی مخالف اجرای این نقشه بودند و می گفتند که این عمل بالاخره به زیان دولت انگلستان تمام خواهد شد. از ایران به انگلستان می رفت، هنگام عبور در قزوین در حالی که در اتومبیل خود نشسته بود، زمان خانه بهنام نزد او رفته، از او ملاقات می کند. صاحب منصب انگلیسی متغیرانه به او می گوید، آیرون ساید به مملکت انگلیس خیانت کرد و همه شماها هم به مملکت ایران خیانت کردید. من پس از رسیدن به لندن، خیانت آیرون ساید را به دولت انگلیس ثابت خواهم کرد. دیگر حرفی نزده و رویش را از زمان خان برمی گردانید. صفحه 388، 47 نمونه ای از قضاوت نویسندگان درباره سید ضیاء و کابینه او. پس از سقوط کابینه و حرکت سید ضیاء از ایران، نظریات مختلفی نسبت به کابینه و شخص او ابراز می شود.
برخی او را می ستودند و عده‌ای نیز اعمال او را مظهر بیگانه پرستی معرفی می کردند. به طور کلی دو عقیده متضاد درباره او ابراز می شد. اینک نمونه ای از هر دو عقیده را در اینجا می آوریم. منشأ این اختلاف عقاید آن بود که کودتا و پرده‌ای از ابهام مستور مانده و کسی از اسرار آن اطلاع نداشت. پس از چند ماه که از سقوط کابینه گذشت، بعضی از جرایید شروع به نوشتن مقالاتی درباره کودتا و عامل آن نمودند و خواستند پرده از اسرار این درام برگیرند. ولی رضاخان که میدانست طبعا در این میانه نام سید ضیا به میان خواهد آمد و کودتا به نام او معرفی خواهد شد و این خلاف میل سردار سپه بود که میخواست سید ضیا از خاطره ها فراموش شود، با یک اعلامیه خشن و مستبدانه ای جرید را از بحث درباره کودتا ممنوع داشت و تهدید به مجازات نموده و خود را صریحا عامل کودتا معرفی کرد و اعلامیه‌اش را با این جمله ختم نمود که آیا با وجود من مسبب کودتا را جستجو کردن مضحک نیست؟ عارف موافقین. عارف قزوینی نسبت به سید ضیاءالدین با وجود تمام مخالفین مشاران الیه احساسات مخصوصی از خود ابراز داشته است. به این معنا پس از مدتی که از سقوط کابینه می‌گذرد، تصنیف معروف خود را با مقدمه‌ای که به قلم خود در صدر نوشته انتشار می‌دهد و همان تصنیفی است که تا مدت‌ها در مجالس عیش و طرب نقل مجالس قرار گرفته به طوری ورد زبانها شده بود که حتی اطفال خردسال هم آن را از بر می‌خواندند و اینک برای مزید اطلاع خوانندگان ذیلاً آن تصنیف درج می‌گردد. صفحه 389 تصنیف شور. در مسافرت اول ذی‌الحجه 1340 به کردستان، بعد از آن که احساسات طبقات زحمتکش ایران را نسبت به سید ضیاءالدین دیدم، این را ساختم. در تهران مخالفین کابینه سیاه اسنادی نماند که از این جهت به من ندهند، ولی من تصور می‌کنم اغلب اینها آنهایی بودند که سید نفی و یا زجرشان کرده بود. علت طرفداری من از سید ضیاء اول این است که از طبقه عامه به مقام وزارت رسیده و تلسم اعیانی را در هم شکست. دوم آنکه به واسطه فعالیت و جدیت خود نمونه بزرگی از این که لیاقت یک وزیر یا مدبر چیست نشان داد و برای آبادی کشور قدم‌های بزرگ برداشت و شالوده کارهای مفید ریخت که دوست و دشمن معترفند. سوم آنکه داغ باطله به اشراف زد و می‌رفت گریبان ما را از دست این طبقه رها نماید. افسوس که کارش ناقص ماند. می‌گویند سیاست خارجی او خوب نبود چون دشمنانش زیادند و تهمت در ایران فراوان است و آسان. پس من در واقعیت این اسناد شبهه خواهم نمود. اگر وقتی این اسناد صورت حقیقی پیدا کرد، البته گفته های خودم را پس گرفته و سید را خائن خواهم شناخت. ای دست حق پشت و پناهت بازا، چشم آرزومند نگاهت بازا، وی توده ملت سپاهت بازا، قربان کابینه سیاهت بازا. سرخ و سفید و سبز و زرد و آبی، پشت گلی و قهوه‌ای و عنابی، یک رنگ ثابت زین میان کی یابی، ای نقش هستی خیر خواهت بازا. بازای که شد باز، بادوز دمساز، یک عده غماز، کرسی نشین دور از بساط بارگاهت بازا. کابینه اشراف جز ننگی نیست، این رنگ ها را غیر نیرنگی نیست، دانند بالای سیاه رنگی نیست، قربان آن رنگ سیاحت بازا. از گرگ ایران پاره کن تا اشرار، دلال تا یوسف فروش دربار، از دوز تا یعقوب آل قاجار، افتاده در زندان چاهت بازا. کردی تو رسوا هر فرقه ای را شیخ و مکلا، عمامه شد سیلی خور طرف کلاهت بازا. اینان قوام السلطنه ایمن شد، زن بود در کابینه مردفکن شد، اسکندر اشراف بنیانکن شد، ای آه دلها خضر راحت بازا. چون افمی زخمی رها شد بد شد، گرگ از طلب ها در هوا شد بد شد، روبه گریزان از بلا شد بد شد، جز این دگر نبد گناهت بازا. زشراف بیهس، زشرار مجلس، ما با مدرس، سازیمشان قربانیان خاک راحت بازا. ایران سراسر پایمال از اشراف، آسایش و جاه و جلال از اشراف، دلالی نفت شمال از اشراف،
ای بی شرف گیری گواهت بازا. کابینت از آن سیاه شد نامش، هر روسیاهی را تو بودی دامش. برهم زدی دست بدعی ایامش، منحل شد از چند اشتباهت بازا. بذری فشاندی تخمی نشاندی رفتی نماندی، بازا که تا گل روید از خرم گیاهت بازا. عارف قزوینی در منظومه دیگری گوید: ضیاء دیده روشندلان تو ای و حسود، چو موش کور ز خود کی توان عنان گیرد. موافقین سید ضیاءالدین مشارالیه را یک نفر از انقلابیون بزرگ مشروطیت ایران و اولین مجاهد راه آزادی و یکی از رجال شجاع صاحب پرنسیب و دارای عقاید مثبت و صاحب عزم و اراده آهنین، متین و قائد تجدد و پروانه شمع اصلاحات و خراب کننده بنیان اشرافیت و القا کننده قرارداد و یکی از رجال وطن پرست فعال و جدی می دانند و کابینه مشارالیه را مبدا یک نهضت و جنبش جدیدی در تاریخ چندین هزار ساله ایران معرفی می کنند و حیات سیاسی و دوره زمامداری او را فصل برجسته و نوینی در تاریخ سیاسی ایران می خوانند و ارتباط مشارالیه را با اجانب نه از نقطه نظر خیانت به کشور، بلکه از نظر لزوم وضع آن روز ایران می دانند و معتقدند که موقعیت ایران همانطوری اقتضا می کرده که او عمل کرده و تمام اقدامات کابینه‌اش را صرفاً روی وطن خواهی محض می دانند. خلاصه برخی از موافقین سید ضیاءالدین را یک نفر طبیب ماهر اجتماعی می دانند که پس از 150 سال توانسته است مرهمی بر زخم مهلک ایران بگذارد و او را از پرتگاه مرگ و زوال نجات بدهد. میرزاده عشقی شاعر شهید ایدئالیست یک احساسات فوق‌العاده موافقی نسبت به مشارالیه داشته و در زمان صدارتش او را ستایش کرده درباره وی چنین برشته نظم درآورده است. توضیح حاشیه: ولی پس از آنکه میرزاده عشقی که از حقیقت کودتا و دستایی که در آن دخالت داشته اطلاع حاصل می نماید، این گفتار خود را پس می گیرد. ادامه متن. پی تجدید فیروزی نسل پاک ساسانی، مهین سید ضیاءالدین خجسته صدر اعظم شد. شد او اندر شجاعت آن کزو درمانده زیغم شد، شدو اندر سخاوت آن کزو شرمنده حاتم شد. ندانم این طبیب اجتماعی را چه درمان بود، که از آن صد سال زخم مهلک این قوم مرهم شد. من از مهلال ایران را به چشم خیش می دیدم، کنون در مغزم استقلال این کشور مجسم شد. ملک محکم سزد رأی تو، محکم رأی را داند، کش از احکام تو بنیان سست ملک محکم شد. تو فوق العاده ما فوقی به فوق العادگان یک سر، ز فوق العادگیت فوق فوق العادگان خم شد. چنان تاریخی ایران شد ز تاریخ تو تاریخی، که این تاریخ تاریخی ترین تاریخ عالم شد. صفحه 392. که می پنداشت ایران را منظم سازد ایرانی، به نامی زد اکنون با دست ایرانی منظم شد. ببین عشقی که هر کابینه را نفرون نمود، اینک چنان در متن این کابینه قدرت مصمم شد. میگویند خود سید ضیاءالدین هم در سوئیس کتابی راجع به وقایع کودتا و دوره زمامداری خیش به نام کتاب سیاه تألیف کرده و در همانجا امانت گذاشته است. برخی از رفقای او اصرار کرده بودند به چاپ برساند، ولی به طوری که میگویند او اصرار کرده تا موقعی که رضاخان در ایران سلطنت میکند از چاپ آن خودداری خواهد کرد. ولی حال که این مانع مرتفع شده، امیدواریم این کتاب نیز به چاپ برسد، بلکه اسنادی در آن یافت شود که به تاریخ معاصر کمک مؤثری بنماید. توضیح حاشیه:
سید ضیاءالدین ضمن دفاع از اعتبارنامه اش در مجلس هم اشاره به چنین کتابی کرده است. ضمن یکی از ملاقات‌ها به نگارنده هم اظهار نموده است که یادداشت‌هایی درباره کودتا نوشته است، ولی تا کنون کمتری اثری از این کتاب یا یادداشت‌ها مشهود نگردیده است. ادامه متن. به علاوه میگویند یکی از مسافرین ایرانی در سال 1301 خورشیدی به سوئیس رفته و در مهمانخانه‌ای که سید ضیاءالدین سکونت داشته او را ملاقات کرده. سوالاتی راجع به زمامداری وی نموده است و سید ضیاءالدین سوالات او را پاسخ داده که ما برای مزید اطلاع خوانندگان ذیلاً درج می نماییم که شاید برای برخی موشکافان تاریخ مورد استفاده قرار گیرد. مخصوصاً قسمتی از آن برای تایید تاریخ استعفای ایشان که در روز شش رمضان بوده و نقل از تاریخ میم میم الف کرده بودیم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نقل از سال دوم شماره 17 روزنامه کوشش سوم هوت 1302 به نقل از جرید فرانسه. توضیح آنکه متن این مصاحبه موقعی در روزنامه کوشش چاپ شده که عده‌ای از دوستانش او را نامزد وکالت تهران کرده بودند و با بودن سردار سپه در رأس کار جز انتشار این قبیل مقالات چاره دیگری نداشتند تا به این وسیله روابط او را با سردار سپه التیام دهند. صفحه 393 از جراید فرانسه. مصاحبه با سید ضیاءالدین. در اواخر دسامبر سال گذشته که از سوئیس می‌گذشتم چند روزی در شهر لوزان توقف نمودم و چون می‌دانستم که سید ضیاءالدین رئیس الوزرای اسبق ایران در نزدیکی آنجا در تریته اقامت دارد، خواستم ملاقاتی با معظم الله بنمایم. بالاخره پس از ملاقات سوال می‌کند. سوال نمودم چه کتابی تصنیف می‌نمایید؟ جواب: یک کتابی که کتاب سیاه نام دارد که در آن طابق و نعل به نعل تفصیل کودتا و شرح سماحی زمامداری خود را می نگارم. روزی که این کتاب طبع و نشر شود، ایرانیان خواهند فهمید چه خدماتی در راه مملکت خود انجام داده ام و چه خدماتی را نگذاشتند صورت بدهم. گفتم جرید تهران گاهی خبر ورود شما را به بغداد می دهند و نوبتی شما را در کشمیر حاضر می دانند. آیا خیال مراجعت دارید؟ جواب: مادامی که وضعیت فعلی در ایران برقرار است، به هیچ وجه نسیم امیدی نمی وزد. مراجعت من به ایران فعلا چه نتیجه دارد؟ سوال: علت واقعی سقوط کابینه شما چه بود؟ جواب: ایده‌ای بر ضد من نزد سردار سپه بدگویی و آنتریک کردند. به رسمی که سردار سپه سوء زن حاصل نموده، کیفیت را به سمع شاه رسانید. به محض اینکه وقایع به اطلاع من رسید، با وزیر جنگ ملاقات نموده مدلل داشتم. عراجفی را که نقل نموده اند آری از حقیقت و صورت خارجی ندارد. اما چون دیدم اعتماد همکار اصلی خودم متزلزل شده و دیگر نخواهم توانست به طور دلخواه کار کنم، استعفا نمودم. شاه از قبول آن امتناع ورزید و آقای سردار سپه هم که از صحت قول و پاکی عقیده من اطمینان حاصل نمود، به قدری اصرار نمود استعفای خود را پس بگیرم که ناچار از قبول آن شدم. اما وضعیت تغییر کرده بود و می دیدم دیگر کار کردن مانند سابق برای من مقدور نیست. مجدداً از برای شاه و سردار سپه سوء زن تولید شده بود و به این جهت پس از یک هفته دوباره استعفا کردم. سوال: آیا راست است که شما خیال داشتید تمام این اشخاص را به قتل برسانید؟ جواب: چون این قصدی را نداشتم، چون این اشخاص مقصر بودند. نیتم این بود که قانوناً محاکمه بشوند و یقیناً حکمی که از محکمه در موضوع هر یک از ایشان صادر می‌شد به موقع اجرا می‌گذاردم. سوال: یکی از ایراداتی که در ایران به شما وارد می‌نمایند این است که شما در لباس ملیت در حقیقت با مساعدت و دستیاری انگلیس‌ها کار می‌کرده‌اید. جواب: اشخاصی که اظهار به مطلب مسبوق نیستند ممکن است چنین تصوری را بنمایند، اما اگر بدانند تا 15 روز بعد از کودتا هنوز انگلستان حکومت و مرا به رسمیت نشناخته بود، عقیده خود را تغییر خواهند داد. سوال: پس چگونه عاقبت به رسمیت شناخته شد؟ جواب: اعضای سفارت تهران می دانستند من نظر مخالفی نسبت به انگلیس ندارم. همیشه من مخاصمت با انگلستان را مضر و وخیم برای ایران دانستم و عقیده‌ام بر این بود که بدون اینکه دست بست خود را به دامن انگلستان بیافکنم، همواره لازم است تا درجه ای طریق وفق و مدارا را پیش گیرم. اما آیا میتوان این عقیده مرا انگلیسی پرست نام نهاد؟ وانگهی اگر من با مساعدت انگلستان کار میکردم، پس چگونه مهمترین طرفداران او را به حبس میانداختم؟ سوال:
ایراد دیگری که هواخواهان شما می نمایند این است که شما برای معاونت و معاضدت خود عموماً اشخاص نالایقی را انتخاب نمودید. جواب: باید اعتراف نمایم که این ایراد تا درجه وارد و بجاست، اما چه می توانستم بکنم؟ کس دیگری را نداشتم. قطعی است در ایران اشخاصی لایق‌تر و جدی‌تر بودند، اما بدبختانه من نمی توانستم اعتمادی به آنها داشته باشم. در صورتی که نسبت به معاونینی که اختیار نموده بودم لااقل می توانستم از درستی و وطن پرستی ایشان مطمئن باشم و این هم که چیزی نبود. سوال: ما بین پیرها و قدما آیا اشخاصی نبودند که بتوانند با شما کار کنند؟ جواب: خیر خیر، من از آنها کاملا مایوسم. تمام این بیچاره ها بیکاره و نالایق هستند. قبل از اینکه آنها را حبس نمایم تا درجه ای من هم پاره تصورات در موضوع ایشان می نمودم، اما در این امتحان درجه لیاقت آنها به من معلوم شد. سؤال: اگرچه جاهل و نالایق هم باشند، بعضی از آنها تجربیاتی دارند که ممکن بود از آن استفاده کرد. جواب: خیر، به هیچ وجه این تجربه ای را هم که تصور می نمایید فاقد آن هستند. اشتباه بزرگی است که جوانان می نمایند در اینکه به این اشخاص اهمیت می دهند و خود را حقیر می شمارند. امروزه هر کدام از جوانان تحصیل کرده ایرانی را که ملاحظه کنیم برای اشغال مقام وزارت یا حکومت یا هر مقام دیگری 100 درجه بهتر از این کنده های پوسیده هستند. عملیات دیگر شما به عوام فریبی تعبیر شده، من جمله قدغن استعمال مسکرات. جوانان مخصوصاً، البته می‌دانید که اغلب طرفداران شما هم در این زمره هستند. از اینکه تمایل زیادی نسبت به روحانیون نشان داده اید شما را مورد ملامت قرار می‌دهند. جواب: اولاً می‌دانید که در نزد ما مذهب و روحانیون دو چیز مختلف هستند. ثانیاً من به هیچ وجه روحانیون را تکیگاه خود قرار ندادم، بلکه بالعکس من سعی نمودم که نگذارم روحانیون از جاده خود خارج شوند و در امور سیاسی مداخله نمایند. بهترین دلیل هم چند نفر از متنفذین آنها که امر به توقیف ایشان دادم. و اما قدغن استعمال مسکرات، این یک مسئله است راجع به صحت عمومی که در نزد پیغمبر اکرم هم کاملا مکشوف بوده، چنانچه آتازونی را که یکی از بزرگترین ممالک متمدنه دنیاست امروز می‌بینیم همین اقدامات را در موضوع نموده است. سوال: مسئله دیگری که به شما ایراد می‌نمودند و آن را لطمه نسبت به آزادی می‌دانستند، پاره‌ای تصمیمات و عملیات شماست که شما مدعی بودید برای حفظ تقویت و احساسات ملی و ناسیونال سوسیالیسم خود را موظف به آن می‌دانید. من جمله فرستادن مدیر روزنامه گل زرد به دارالمجانین و برداشتن تابلوهایی که به فرانسه نوشته شده از بالای مغازه‌ها و غیره. اگرچه قضیه اخیر چندان اهمیتی فی حد نفسه نداشت، ولی موجب عدم رضایت اروپاییان مقیم تهران مخصوصاً فرانسوی‌ها شده بود که این عمل را دور از مراسم نزاکت نسبت به مملکت خود می‌پنداشتند. جواب: در این قضیه هم مانند بسیاری قضایای دیگر اوامر من صحیحاً مجرا نشده. آژانس‌ها برای ابراز غیرت و همیت فوق‌العاده یا به جهت اینکه درست ملتفت دستورهای من نشده بودند، غالباً از حدود اختیارات خود تجاوز می‌نمودند. جلوگیری از آن هم برای من مقدور نبود، زیرا نمی‌توانستم در هر کاری نظارت داشته باشم. من روزی 16 ساعت کار می‌کردم و مهام امور مملکت را شخصاً اداره می‌نمودم و بنابراین دخالت در جزئیات برایم میسر نبود. مثلا راجع به تابلوهایی که به زبان فرانسه نوشته شده بود، دستور من این بود که اعلاناتی که با السنه خارجی نوشته شده در بالای آن ترجمه فارسی نیز مرقوم گردد، نه آنکه اساسا این قبیل اعلانات برداشته شود. این چیزها اهمیتی ندارد. من کارهای بزرگی را شروع نموده بودم. حیف که نگذاشتند موفق به انجام خیالات خود شوم، و الا ایران در مدت قلیلی ترقیات عظیمه نموده بود. با وصف این، اگرچه بیش از 3 ماه مصدر امور نبودم، خدماتی را که در این مدت کم انجام دادم، غالب کسانی که قبل از من زمامدار بوده اند انجام ننمودند. یکی از دوستان من می نویسد: قهوه‌چی‌های خیابان ناصریه و درشکچی‌هایی که از خیابان لاله‌زار می گذرند می گویند خدا پدر سید را بیامرزد که اقلن خیابانها را ساخت و چراغ برق در معابر کشید. همین اصارات کافی است که مدلل دارد لااقل عامه مردم نسبت به عملیات من قدردان هستند.
همه کس می داند که من برای منافع شخصی کار نمی کرده ام، بلکه محرک من منافع مملکت بوده است. حیف که نگذاردند اقدامات خود را به پایان برسانم. صدای شرق، مطبعه پاریس. صفحه 397. به مخالفین. مخالفین کابینه سید ضیاءالدین عبارتند از یک عده وکلای دوره چهارم مجلس شورای ملی و عده از مدیران جرید تهران و شهرستانها و برخی از اعیان اشراف و شاهزادگان قاجاریه و تمام محبوسین دوره کابینه سیاه و دسته ای از آزادی خواهان و مطلعین و جمعی از طبقات مختلفی که از طرز کار و عملیات کابینه ناراضی بوده اند و ما همانطوری که در مورد ابراز احساسات موافقین اسنادی ارائه دادیم، همینطور هم مدارک ابراز مخالفت مخالفین را نیز ذکر می کنیم. یک، وکلای مجلس شورای ملی. پس از سقوط کابینه و قبل از افتتاح مجلس شورای ملی، بیانیه‌ای بر علیه اقدامات و عملیات کابینه سیاه که تقریباً جنبه تاریخی و سیاسی داشت، 40 نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ سه‌شنبه 14 شوال به چاپ رسانیده در تمام ایران منتشر کردند. چنانکه در این بیانیه مشاهده می‌شود، از این تاریخ است که وکلای مجلس بنای تملق گویی‌های بیجا را نسبت به سردار سپه گذاشته و او را یک سردار بزرگ ایرانی معرفی می‌کنند. ما برای مزید اطلاع خوانندگان ذیلاً به درج متن بیانیه مبادرت می‌ورزیم. بیان حقیقت به تاریخ سه‌شنبه 14 شهر شوال 1339. وقایع غیر مترقبه 90 روزه اخیر ایران، یعنی دوره حکومت نامشروع سید ضیاء، به درجه غیر مکشوف و مورد اشتباه واقع شده و به اندازه سیاست خارجی زینف در این وقایع افکار و جرایت را مشروب نموده که کشف حقایق برای اعاده حیثیت و حفظ شرافت ملی ایران لازم آمد و رفع شبهه و موکول کردن حکمیت وقایع به افکار عمومی دنیا و جمهور ملل متمدن از وظایف اولیه ایرانیان شمرده می شود. به ملاحظه اینکه مبادا به وسیله نیرنگ دیگری باز آزادی شکایت از دست ایرانیان برود، ما امضا کنندگان ذیل، مبعوثان ملت ایران، قبل از افتتاح مجلس و عهده‌داری عضو مجمع اتفاق ملل، یعنی همان مجمع عالی مقامی که برای کم شدن ظلم و جلوگیری از هرس ورزی سیاست امپریالیسم مستعمراتی تأسیس شده و خود را مکلف به حراست در حقوق صغیره در مقابل تجاوزات ملل دیگر می‌داند، در چه حال تأسف‌آوری واقع شده با نهایت نفرتی که از مداخلات اجنبی در کارهای داخلی خود دارد و به واسطه ابراز همین نفرت چگونه مورد تضییقات و سختی‌های گوناگون واقع می‌گردد. درک این حقیقت و پی بردن به علل اصلی فجایع حکومت سید ضیاء محتاج به ذکر تاریخچه مختصری است. چندی پس از سقوط کابینه آقای مشیرالدوله که به واسطه درخواست سفارت انگلیس راجع به خارج کردن صاحب منصبان روسی از دیویزیون قزاق اعلیحضرت همایونی واقع شده و تعیین سپهدار اعظم به ریاست وزرا که این مقصود سفارت انگلیس را انجام داد، سفارت مزبور در شهر ربیع الاول 1339 هجری در ضمن نوت مشروحی که به دولت ایران داد، رفتن قشون خود را از ایران در بهار وعده کرده، ضمناً تکلیف نموده که دولت ایران از حضور قشون انگلیس استفاده کرده، یک دیویزیون قشون ایرانی در تحت ریاست صاحب منصبان انگلیسی در حدود قزوین که مرکز توقف قشون دولت بریتانیا بود تشکیل دهد. در صورت تخلف از این تکلیف، ایران را مخاطرات انقلابی و زوال ملیت تهدید می نمود. حکومت وقت حل قضیه را به مجموعی مرکب از وجوه علما و محترمین و وکلا و سایر سیاسیین مملکت محول نمود. مجلس مجبور در تاریخ 16 ربیع الاول در امارت سلطنتی منعقد گردیده و همانطوری که قبلا هم پیش بینی می شد، حضار رد و قبول تقاضای سفارت انگلیس را از حد صلاحیت خود خارج دیده و موکول به ارادی مجلس شورای ملی نمود. با وجود مسامحه که از طرف حکومت وقت در افتتاح مجلس به عمل می آمد متدرجاً، عده وکلا که برای افتتاح مجلس لازم بود در تهران گرد آمده و قانوناً افتتاح مجلس ایجاب می نمود. در این موقع اکثریت نمایندگان حاضر در مرکز در ضمن پروگرام آتیه خود القای قرارداد انگلیس و ایران را گنجانده و آن پروگرام را طبع و منتشر نموده بودند. به اتفاق کلمی وکلای حاضر در تهران ملقا شده و خالی از هر نوع اعتباری گردید. از همین اوقات، یعنی پس از یأس از اسارت ایران به وسیله دستای سعادیه،
نقشه کودتای سید ضیا و توسل به جبر و مشقت قطعی شد. این بود که در شب 12 جمادی الثانی 20 فوریه 1921 در تحت حمایت تاریخی و مسامحه کاری عمدی و یا سهوی حکومت وقت، دست جنایتکار فرزند ناخلف ایران سید ضیا مدیر روزنامه رعد برای سرقت دراز گردید. یک عده‌ای از دیویزیون قزاقه شاهنشاهی را که در قزوین متوقف و موقتاً در تحت اداره یک نفر صاحب منصب انگلیسی اسمایس بودند، به عنوان احضار از طرف اعلیحضرت مشتبه نموده به طرف تهران حرکت، در نزدیکی پایتخت روزنامه نویس مزبور که معروف به بی‌وجدانی و مزدوری اجنبی است، به این قوه الحاق و اداره کردن سیاست آن را عهده‌دار گردید. فرماندهی ایرانی این قوه بدون اطلاع از حقایق و به اشتباه اینکه نیات خفیه پادشاه خود را مجرا و برای جلوگیری از خطرات تهدیدکننده تخت و تاج سلطنت اقدام می‌نماید، قوه خود را برای اجرای اوامر سید ضیا حاضر نمود و سید ضیا به وسیله دسیسه و فشار موفق به تحصیل فرمان ریاست وزرایی خود گردید. در پایتخت و سایر نقاط حکومت نظامی را با نهایت شدت برقرار نمود. مخابرات تلگرافی و پستی بین پایتخت و سایر ولایات مدتی مقطوع و به علاوه تحت سانسور شدید واقع گردید. عده کثیری از محترمین و روحانیون و وکلا و آزادی خواهان که گناه آنها هواخواهی استقلال ایران و تنفر از سلطه اجنبی و مزاحمت در پیشرفت نقشه نامشروع او بود توقیف و در پایتخت و ولایات در زوایای تاریک محبس افتادند. قواعد اسلامی قوانین اساسی مملکتی پایمال و مجلس شورای ملی که باید مفتوح می شد تعطیل گردید. خیانتکاران داخلی به همدستی عده ارمنی و غیره و دستیاران خارجی آنها طوری گلوی ایران را فشردند که حتی قدرت بلند کردن صدای پروتست از ایرانیان سلب گردید و در هر موقعی هم که صدای ضعیف مخالفتی در گوشه‌ای بلند می شد فوراً عده دیگری بر محبوسین و تبعید شدگان اضافه می شدند. با این رویه در ایران سکوت قبرستان خاموشی مرگ و بهت عمومی برقرار گردید و مسببین خارجی این قضایا این سکوت و خاموشی ایران را در اروپا به عنوان رضایت از استقرار حکومت مزدور اجنبی جلوه دادند و جراید را پر از اشتباه کاری‌های گوناگون نمودند. برای مزید اغفال افکار عامه و پوشانیدن عقاید باطنی خود و تقلیل سوءظن و عدم اعتماد ملت ایران که از دیدگاهی وی را اجیر و خریده شده اجنبی می دانست، سید ضیا شروع به انتشار بیانیه‌های دروغین خود نموده، در صدد برآمد که به حکومت خود رنگ حکومت اصلاح طلب، حکومت انقلابی ملی، حکومت حامی رعایا بدهد. در بیانیه‌های خود می نوشت که ایران را از شر مداخلات اجانب خلاص خواهد کرد، دشمنان خارجی و داخلی را به حساب دعوت خواهد کرد. قرارداد انگلیس و ایران را که عملاً از درجه اعتبار ساقط شده بود صورتاً الغا نموده، ولی دیری نگذشت که حقایق عمل غالب بر تلفیق عبارات و الفاظ گردید. نیات سوء باطنی و تصمیم خیانتکارانه او هویدا و مواد مضری قرارداد مزبور عملاً اجرا گردید. در عوض حمایت از زراعت و تجارت بر طبقات زارع و تاجر مملکت، مالیات‌های سنگینی که به نتیجه تجارت و فلاحت مملکت را نابود کرده باعث ترویج زراعت خارجی می‌گردید، تحمیل شد. در عوض اصلاح مالیه مملکت، مبالغ کلی از عواید مملکتی صرف مخارج بیهوده و لگدگوب کردن حقوق آزادی مردم و توسعه نفوذ اجنبی فروگذار نکردند، ولی خوشبختانه حیثیت ایرانی، نیت و تعصب دیانت اسلامی این رویه بی‌شرمانه و این سیاست مبنی بر دروغ و تزویر را مقهور و به جاده عدم سوق داده، تضییقات به افراد هر طبقه عوض تسلیم نمودن آنها به قبول این رژیم و متوسل شدن آنها به دامان اجنبی به درجه ای تولید حس مقاومت نمود که مخاطرات جانی، تضییقات شرافتی و تضییقات ثروتی را بر خود هموار کرده، قبول مرگ را به تسلیم در مقابل این وضعیت ترجیح دادند. سردار محترم ایرانی نیز ملتفت شد که صداقت و شجاعت او اسباب اجرای اغراض اجنبی و زمامداری یک نفر دزد وطن فروش گردید.
احساسات وطن‌خواهانه خود را پس از توجه به این مطلب ظاهر نمود. پادشاه محبوب ایران که کاملا متوجه این دسیسه ها بود، موقعی را از دست ندادی و از کشف حقایق و بروز نفرت و انزجار عمومی استفاده فرموده، حکومت سید ضیاء خاطر وطن فروش را ساقط فرمودند و سید مزبور از بیم مجازات و انتقام احساسات عمومی همانطوری که با کمک و راهنمایی اجنبی شبانه بر ملت ایران شبیخون زده موجب این مصائب شده بود، باز در تحت حمایت آنها شبانه فرار و خود را سلامت به بغداد رسانید. این است حالت ایران در قرن بیستم که ملل عالم برای حفظ آزادی و حقوق نوع بشر از بذل انواع مجاهدت خودداری نمی نمایند. این رفتاری که با ایرانیان روا می دارند در صفحه تاریخ مدنیت دنیا لکی بدنامی است که باقی و برقرار خواهد بود. ما می خواهیم که در سایه عدالت دنیا حق حیات خود را حراست نماییم. ما می خواهیم آزادی خود را حفظ کنیم که زیر بار مداخلات اجنبی نرفته در وطن خودمان به میل خود زندگانی بکنیم. ما منافع کسی را تهدید نمی کنیم و با کسی کاری نداریم. ولی می خواهیم که ما را خفه نکنند و برای سلب آزادی، ترویج خیانت و حمایت از خیانتکاران ننمایند. ما می خواهیم سید ضیاء و همدستان او را در تأسیس این خیانت ایران بر باد ده محاکمه و مجازات بنماییم و فقط می خواهیم که نسبت به قضایای داخلی بی‌طرفی محفوظ مانده حمایت های غیر مشروع از میان برود. ما یقین داریم که افکار آزاد دنیا در تقبیح این قبیل تجاوزات با ما اشتراک کرده و آنهایی که برخلاف مصلحت و میل ملت آزادی خواه خود، حتی که احترام روابط بین المللی به خرق قوانین و عادات جاریه می نمایند، محکوم سازند. امضا نمایندگان مجلس، میرزا هاشم آشتیانی، شیخ محمد جواد، فهیم الملک، محمد هاشم میرزا، ملک الشعرا، عدل السلطنه، آصف الممالک، رفعت الدوله، معتزد الدوله، نصرت الدوله، نصیر دیوان، قوام الدوله، احتشام الدوله، منتصر الملک، سید یعقوب، محقق العلماء، امین الشریعه شیرازی، میرزا علی کازرونی، مدرس، تدین، مستشار السلطنه، رکن الملک، حاج میرزا علی محمد، سدید الملک، عماد السلطنه، سید حسن، جلیل الملک، سهام السلطان، بیان الملک، عمید الملک، میرزا ابراهیم خان، سردار مفخم، حاج شیخ اسدالله محلاتی، امیر ناصر، صدرائی، بیان الدوله، صدر الاسلام، شیخ الاسلام، میرزا ابراهیم قمی و سید فاضل. توضیح حاشیه: به طوری که شایع است این بیانیه به قلم نصرت الدوله نوشته شده، ظاهراً این عبارتی که او نوشته به امضا رسیده است. ادامه متن. صفحه 402، ابراز مخالفت مدیران جراید. پس از سقوط کابینه، ناگهان اغلب از جراید مرکز و شهرستان‌ها شروع به انتقاد از کابینه سید ضیاءالدین کرده. در این زمینه مقالات آبدار و اشعاری منتشر می‌کردند، چنانکه بلافاصله پس از انتشار تصنیف عارف، روزنامه قانون بر علیه تصنیف عارف تصنیف دیگری به همان آهنگ منتشر کرد. این تصنیف جدید تا مدتی ورد زبان‌ها و نقل مجلس طرب بود و می‌توان گفت که تقریباً تصنیف عارف را منسوخ گردانید. اینک آن تصنیف نقل از روزنامه قانون: ای اجنبی پشت و پناهت بازا، بدخواه ایران خیر و خواهت بازا، عارف به قربان نگاهت بازا، لعنت به کابینه سیاحت بازا، حرص خیانتکاریت مجنون کرد، دست طبیعت نقشت وارون کرد، بعد از 3 ماه از مملکت بیرون کرد، اردنگ سردار سپاهت بازا، از تو شد و از احوال تو ناساز، بازا به صد ناز، تا سیلی ملت دهد مزد گناهت بازا. چندی وزیر اشتباهی گشتی، بر صفحه ایران سیاهی گشتی، عمامه ای بودی کلاهی گشتی، ننگ کلاهداران کلاهت بازا. گشتی سوار دوش ملت چندی، چاهی به دستور اجانب کندی، هرزشت و زیبا را به چاه افکندی، تا سرنگون بینم به چاهت بازا. شد راه اشراف بی شرف صاف از بس زدی لاف، فکر تجدد شد شهید حب به جاهت بازا. شد 10 کرور اندر زمانت یغما، دادی اجانب را تسلط بر ما، آخر به جای پول فرمان فرما، پر شد کلاه از اشک و آهت بازا،
بعد از کلاه برداری 30 ساله گفتی که این ملت بود گوساله. جستی ز چنگ هوچی و رجاله، اسمارت و نورمان پیر راحت بازا. ما مرد کاریم، رنگی نداریم، نقشی گذاریم. از رنگ چون بالای آن رنگ سیاحت بازا. در اجنبی خواهی تو را سانی نیست، کس چون تو دلال بریتانی نیست. فکر تو غیر از محو ایرانی نیست، نفرین بر افکار تباهت بازا. در منترو با حاصل کلاشی، سرگرم عیش و عشرتی خوش باشی. با پول دزدی می کنی عیاشی، ای بزم عیشت قتلگاهت بازا. ای یار عارف، غمخوار عارف، اشعار عارف، آورده ملت را برون از اشتباهت بازا. توضیح حاشیه، می گویند این تصنیف را ملک و شعرای بهار سروده است. ادامه متن. به علاوه روزنامه طوفان تأسیس گردید که در آن نیز مقالات و اشعار آتشینی بر علیه کارکنان کودتا منتشر می شد. من جمله مربع ترکیبی است که بیتی از آن را زیلن ذکر می کنیم. مربع ترکیب. ما بزرگی به حقارت ندهیم، گوش بر حرف سفارت ندهیم، سلطنت را به حقارت ندهیم، چون که ما تن به اسارت ندهیم. لورد کرزون عصبانی شده است، داخل مرسی خانی شده است. تا بود جان گران مایه به تن، سر ما و قدم خاک وطن، بعد از ایجاد صداشوب و مهن، بحر ایران ز چه رو در لندن. لورد کرزون عصبانی شده است، داخل مرسی خانی شده است. حال مارلینگ تو را فهمیدیم، کاکس را گاه عمل سنجیدیم. کودتا کردن نورمان دیدیم، آنچه رفتیم چو برگردیدیم. لورد کرزون عصبانی شده است، داخل مرسی خانی شده است. و چون این اشعار نسبتاً زیاد است از درجان می گذاریم و خوانندگان را به دیوان فراخی یزدی که در سال 1320 نگارنده زحمت جمع‌آوری و تصحیح آن را بر خود هموار نموده احاله می کنیم، تا اگر خوانندگان مایل باشند بدانجا مراجعه فرمایند. همچنین در شماره 137 روزنامه شفق سرخ مورخه 29 حمل 1302 مقاله بلند بالا به قلم دشتی به عنوان دورنمای زندگی سیاسی سید ضیاءالدین طباطبایی به چاپ رسیده که اگر خواننده تیزهوشی در آن مقاله دقیق شود ضمن این دورنمای سیاسی بسیاری از مطالب ریز میتواند درک نماید. یکی دیگر از شعرایی که درباره سقوط سید ضیاءالدین قطعه‌ای سروده است عباس فرات می باشد که پس از سقوط کابینه سیاه قطعه زیر را سروده است. سیدی شب بر اسب بخت سوار، وندرین عرصه چند روزی تاخت. چون سواری نکرده بود او را، اسب در حین تاختن انداخت. خانه ها را خراب و ویران کرد، گفت باید امارت نو ساخت. دید از عهده بر نمی آید، رفت و منزل به دیگری پرداخت. صفحه 407، فصل سوم، وقایع بعد از کودتا. صفحه 408، یک تشکیل کابینه قوام السلطنه. گفته شد که صبح 17 رمضان 1339 قمری برابر 4 جوزای 1300 خورشیدی کابینه سید ضیاءالدین طباطبایی سقوط کرد. در همین روز روتشتین نماینده سیاسی دولت شوروی با احمد شاه ملاقات کرده مدتی راجع به تعیین رئیس الوزرای جدید مذاکره کرد. ضمناً اظهار داشت که دولت شوروی با تعیین هر کس که اراده شاه تعلق بگیرد مخالفت نخواهد نمود. در همین روز هم از طرف شاه ریاست وزرایی به مشیرالدوله تکلیف شد، ولی از طرف مشاورون الیه پاسخ منفی داده شد، به این معنی که جواب داده بود هنوز مرکب دستخط شاه خشک نشده که رجال ایران را نالایق معرفی کرده بودند. سپس قبول مقام ریاست وزرایی به مصطفی الممالک تکلیف شد. مصطفی نیز در چنین موقعی از قبول ریاست وزرایی خودداری کرده هرچه اصرار کردند زیر بار نرفت. بعداً مشاورالملک وزیر دربار از طرف شاه نامزد گردید، ولی چون از طرف انگلیس ها نسبت به ریاست وزرایی او مخالفت شد، مشاورالملک نیز نتوانست رئیس الوزرا بشود.
و چون ممکن بود این بحران تا چند روز دوام یابد تا رئیس دولت جدید معین گردد و نمایندگان دولتین در انتخاب و تعیین رئیس الوزرا مخالفت نمایند، احمد شاه به مشاورالملک دستور داد که به کلیه معاونین وزارتخانه ها ابلاغ نمایند تا انتخاب رئیس هیئت دولت جدید به کارهای مربوطه به وزارتخانه های خیش رسیدگی نموده در مواقع ضروری مستقیما به دربار مراجعه نمایند. به علاوه حفظ انتظامات شهر را نیز به عهده سردار سپه واگذاشت که اختلالی روی ندهد. در همین آوان از طرف انگلیس ها پیشنهاد می شود که سردار سپه رئیس الوزرا بشود، ولی چون علاوه از این که از احمد شاه شخصا با این امر مخالف و سوء ظن نسبت به عمال کودتا نیز موجود بوده و به هر صورت این کار صورت نگرفت. و چنان که بعداً خواهید دید، سردار سپه برای احراز مقام ریاست وزرایی آتیه خود شروع به زمینه سازی کرد تا با این ترتیب بتواند توجه همسایه شمالی ایران را پس از طی مدتی جلب نماید و بعداً بلامانع رئیس الوزرا بشود. بحران 5 روز به طول انجامید و احمد شاه نیز در اثر بعضی فعالیت‌ها دچار زحمت شده بود. بالاخره بحران به این طریق خاتمه یافت که قوام سلطنه زمام امور را به دست بگیرد. یاران فرهیخته و گرامی، برای گسترش فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی لطفاً با فشردن دکمه سابسکرایب، لایک و ثانکس ما را در این مسیر ارزشمند یاری فرمایید.